بینندگان عزیز، با سلام به شما، با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشه. جمعه هست، 27 ماه اکتبر سال 2017 میلادی و برابر است با 5 آبان ماه 1396. هر کجای دنیا که هستید حاضر بشید که برید به دشت پاسارگاد 7 آبان و ایران رو آزاد کنید. دشت پاسارگاد، نه که بیان بشینید تو خیابونای تهران شیراز، ولی برید دشت پاسارگاد. اونا هم از شما زبلتر، از همین الان گفتن که اونجاها رو بستیم و نیاین. روزگار غریبی است نازنین. 60 دقیقه با سوربی، به نظر شما خطرناکترین رهبران کشورها چه کسانی هستن؟ اگه بخوان 2 تا رو اسم ببرین، 1 2 چه کسانی هستن؟ هشدار رهبر ایران به نخست وزیر عراق: به آمریکایی‌ها اعتماد نکنید. ابراز نگرانی جنرال مکمستر یا همون مدداگ خودمون از نفوذ ایران در خاورمیانه بعد از به اصطلاح از بین بردن داعش. یه ویدیویی رو اون روز بهتون گفته بودم، یادم رفت نشون بدم، یعنی وقت کم آوردیم. مگه مردان چی کم دارن از خانم‌ها یا از زن‌ها؟ بچه دزدی در حضور پدر خیلی مواظب باشید. و دانشمند، آخوند دانشمند گفته فیلتر ملی است یا فیلتر میلی، اون رو هم بهتون نشون میدم. یک برنامه رو ما گذاشتیم به نام این که این دوستانی که میخوان بعدن ایران رو آزاد کنن، حالا بعد از چندین سال آمدن تو کشورهای اروپایی، آمریکایی، کشورهای دموکرات، دموکراسی رو مزه مزه کردن و دیدن چه خوبه و باهاش زندگی کردن، بعد میخوان همینو ببرن ایران، با ورودشون میخوان شکنجه و اعدام و کشت کشتار. ما هم یه آگهی شکنجه و میغضب دادیم، گفتیم بالاخره دیگه این شکنجه‌گرای جمهوری اسلامی که یه سریشون از سواکی های ایران بودن، اینا زبل بودن، اونا رو نگه داشتن، از تجربیاتشون استفاده کردن، دیگه پیر شدن، بازنشست شدن یا نشستشون باز شده، شماها بیان. انقدر درخواست زیاد بود که دیگه گفتن آقا حقوق نمیدیم. جالب اینجاست، انقدر ما ایرانی ها مریضیم و دوست داریم دیگران رو شکنجه بدیم، طرف میگه آقا کی حقوق خواسته؟ ما میخوایم بیان مجانی کار کنیم. شکنجهگر و میغضب استخدام میشن برای رژیم آینده ایران. نوشته آقای بیژن جعفری، دوست خوبمون، البته ایشون یک به اصطلاح نوشته ای را از سخنرانی دکتر یوسف عوازری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، به نام حلقه اول، حلقه دوم، حلقه سوم، این رو اگه بتونیم میخونیم یا نشون میدیم. و اما خبر خوب، پرونده های کندی آزاد شد. آقای ترامپ هم میگه من آزاد کردم. ضمن این که طبق قانون آمریکا 25 سال از هر ماجرایی که میگذره این پرونده هاش از صورت سری و بسیار سری و محرمانه و تاپ سیکرت و اینها میاد بیرون و یه مقداریش آزاد میشه. تا حالا چندین بار قسمت به قسمت آزاد شده، آخرین قسمتش قرار بوده این باشه، حالا چه ترامپ باشه چه هر کسی دیگه، ولی خب بالاخره امضای اینا رو هم لازم داره. اینم آمد و گفت من میخوام اصلا هیچ چیز سیستم دسیسه و اینها نباشه، همه رو آزاد میکنم. فوری بهش گفتن ای یواش برو، اینجوری هم نیست و ما اینقدر خرابکاری کردیم که حتی اگه 64 بود، کی بود این آقای چیز مرده بود، 1963 کندی، 1963، حالا بگو 1960، 40 سال اونجا، 17 سال اینجا، 14 سال، 54 سال پیش، اینها پرونده هایی که دارن هزاران صفحه، میگن ما هنوز اگه اینها رو بدیم و مردم ببینن و بفهمن، گند کارهایی که تو دنیا کردیم بالا میاد، مأمورانمون که هنوز تو این کشورمون کشور هستن به خطر میفتن. و یکی هم برای من نشتود خیلی خوب شد، حالا دیگه میفهمیم آقای کندی چند بار با مارلین مونرو کجا رفته و چه کارا کردن. گفتم خب از این یک کمی از شوخی بگذاریم، کم کم سر و صدای این هست، یادتونه وقتا میگفتن این لی آزبورن یه آدم بدبخت احمقی هست و رفته بوده میخواسته بره کوبا، ویزای کوبا یا اجازه ورود یا روسیه اینا بهش ندادن اون موقع شوروی. بعد حالا توی این پرونده ها گویا صحبت از اینه که این آقا مأمور CIA بوده. اگه کسی
اهل مطالعه است. یه آقایی بود مجید، یادم نیست، تو انگلستان این پرونده ها رو میخوند و میمد صحبت میکرد، یکی دوبارم مهمون برنامه ما بود. و اگه کسی هست که این پرونده ها رو میخونه، دربارهشون تحقیق میکنه و اینها و مایل هست مهمون ما باشه، نیم ساعت یک ساعت مهمون من، خرج من، اگرم پول داری خب خودت پول بده، برنامه بگیر و بیا اجرا کن، در صورت بیاین صحبت کنیم. و اما رئیس جمهور پیشین آرژانتین اتهام لاپوشانی برای ایران در پرونده آمیا را رد کرد. انقدر پرونده داره جمهوری اسلامی، گاهی وقتا دیگه یادمون میره این آمیا کیه، آسیا کیه، اون کیه. این همون پرونده ای که دخالت ایران در بمبگذاری در مرکز یهودیان بوینس آیرس توی آرژانتین بود که به همون خاطر اگه یادتون باشه این آقای منوچهر معتمد که الان اگه سندی داشته باشید تو ایران این براتون با آخوندها رفت رد و بدل میکنه و درست میکنه، این آمده بود تو تلویزیون ها و فکر کنم اصلا از همین طریق پناهندگی گرفت و میگفت که اینها دستن در کارن. اون موقع هاشمی رفسنجانی اینها بود و به همین خاطر خیلی از کشورها منتظر بودن که رفسنجانی پاشو بذاره تو اون کشور و دستگیرش کنن، بگیرنش. و به همین خاطر رفسنجانی تا اونجایی که من یادمه جایی نمیره. حالا که اون مرده، اینم میگه که رئیس جمهور پیشین که یه خانمی هم هست گفته من دخالتی نداشتم در لاپوشانی. و اما حالت اضطراری در آمریکا به خاطر قرص‌های معتاد کننده. اینم برای دوستانی که هی به ما میگن که آقا ایران وضعش خیلی خرابه، میگیم بابا ما میدونیم، ما نمیگیم خراب نیست، ما میگیم دنیا وضعش خرابه. میدونید الان یه عده هستن به جای نشنالیست بودن یا ناسیونالیست بودن میگن ما اینترناسیونال هستیم، یعنی ما همه شعره بود میگم همه ملک جهان، همه جای نمیدونم، یه دو سه تا شعر، یک میگه همه جای ایران وطن منه، یکی میگه همه ملک جهان میهن منه. در هر صورت باید یک کمی میگن بزرگ فکر کن ولی کوچیک عمل کن، یعنی شما به فکر تمیزی دنیا باش ولی حالا نشین بگو من میخوام دنیا رو فردا تمیز کنم. از کوچه‌تون اگه تمیز کنی اونم از کوچه‌شون تمیز کنه، دنیا تمیز میشه. و اما امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم، 152 برنامه رو به شما تقدیم میکنن. شما هم میتونید مهمون برنامهشون باشید، میتونید با فیسبوکشون در تماس باشید، فکر کنم شماره تلفن و اینها هم مینویسن روی ویدیوشون. و قبل از این برنامه، برنامه کانون آوا به صورت زنده پخش شد، با آقای سید امیر موثقی بودیم که ایشون در باره دو تا مطلب صحبت کرد: تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران و همدستی آشکار فرقه رجایی با ترامپ. پس از اون ما یه ویدیویی رو پخش کردیم به نام ویدیوی کمپ ثریا، که این ماجرای خانواده‌هایی هست که مدت 4 سال یا بیشتر می‌رفتن دم کمپ‌های مختلف، از کمپ اشرف گرفته، کمپ لیبرتی گرفته و امروز هم حتی در آلبانی به اصطلاح ترانای آلبانی فعالیت میکنه. شما هم در این باره اگه میخواین صحبتی داشته باشید میتونید مهمان ما باشید یا مهمان کانون آوا باشید و با هم گل بگیم و گل بشنویم. و اما بریم سراغ اون چیزایی که یادمون رفته، ببینم اگه بتونم براتون پیدا کنم. ما دیروز یک ویدیویی رو درباره استوانه کوروش برای دوستان فرستاده بودیم، چون روز کوروش میگن پس ورداست دیگه، حالا از چه تاریخی آوردن این تاریخ‌های ما میدونید چه همه منظم و اینها بود تا روزی که اعراب اومدن همه رو سوزوندن. و جالبه از اون ور شکایت میکنیم همه رو سوزوندن، ولی از اون ور قشنگ میگیم فلان روز 7 آبان روز تولد کوروشه. کارمون خیلی خراب. این آقای کابوسی گله کرده بود که سوربی جواب منو ندادی، میگم بابا من جوابتو دادم، تو گوش نمیدی، تو مثل یه بچه بازیگوش هستی که سر کلاس برای که معلمو گیر بندازی یه سوالی میکنی، فکر میکنی اون جوابشو نمیدونه، ولی اون قبل از تو 10 تا بچه دیگر رو جوابشو داده و از این مدرسه یا اخراج کرده با موفقیت و یا اخراج کرده گفت برو آقا مدرسه ملی. ما مدرسه ملی و خصوصی رو هم تو ایران با مدرسه دولتی اینها اشتباه میکردیم. به نظر من باید مدرسه ملی مدرسه های دولتی بود، دولت که مدرسه نداره، مردم مدرسه دارن. بعد مدرسه های ملی باید خصوصی بود. حالا چون اونو یاد گرفتیم غلط، اگه من امروز بهتون بگم اینجوری همه میشه غلطن در غلط. و اما میگه که
درباره استوانه کوروش و اینها. این دوستمون گفت که من میخوام یه برنامه، همین دوستی که درباره عقل بشر و اینا صحبت میکنه، گفت که میخوام به درباره زبان فارسی بگم که اشکال داره، مشکلی نیست؟ گفتم نه آقا، من خودم همیشه میگم زبان فارسی اشکال داره. اگه اشکال نداشت که نمیگفتن به گمانم، به گمانم، به گمانم. یک کلمه ای رو با سه تا تلفظ میگیم و همش هم درسته، یا یک کلمه ای رو با دو سه تا چیز مختلف میشه بنویسی باز همش هم درسته. تهران با تای دستدار میشه بنویسی، با ت دو نقطه میشه بنویسی و الی آخر. بالاخره یه اشکالی داره. اجازه بدید من این ویدیوی امروز رو، شما هم اگه این کار رو انجام بدید ممنون میشم ازتون. این ویدیو امروز رو از سایت شخصی خودم یا از پروفایل ما نمیدونیم، این کلمه پروفایل، عکس وقتی نیمرخ میگرفتن میگفتن پروفایل، حالا من نمیدونم تو انگلیسی وقتی فیسبوک که اصلش از عکس و از شناسایی شروع شده میگه این پروفایل شماست، یعنی ما باید عکس نیمرخ بندازیم. بعد هم نیست عکس نیمرخ بندازیم، مثلا ما ایرانی ها که ماشاءالله دماغا همه تو آفسایده، ولی خیلی خوبه، میگن وقتی دماغت بزرگه یه چند تا چیت هم بزرگه، فکر بد نکنید، منظورم مغزه. خب بله، از پروفایل خودم به پیج مردم تیوی شیر کنم. اجازه بدید شیر، نمیدونم دیگه چرا باید دوبار یه دکمه ای رو بزنی، اینجا میزنی شیر، دوباره باید بزنی شیر. خب شیر رو که میزنیم چند تا رو باز کن، بگو با کجا بگیم، یا با صفحمون یا با دوستمون الی آخر. اینا اشکالایی که باید تماس بگیریم. من اینجا بنویسم 60 minutes with Sorby، 60 minutes with Sorby. منتظر هستم یه روزی با رایان یک مصاحبه داشته باشیم، چون جدیدن چیزایی که می‌نویسه نمیدونم بهش میگم آقا مزخرفات چیه تو میگی، هرچی مردم میگن نقل شعر و شاعری میگی، میگی ولشون کن خوش باشن، اشتباهی یه چیزی رو میگی میگی ولشون خوش باشن، خبر بدی رو میگیم میگه آقا خبر خوب بگو. گفتم مثلا مگه اینجوری میشه؟ یا مثلا درباره کوروش وقتی این همه دروغ میگن، کسی که خونخواری کرده، کشت و کشتار کرده، جهانگشایی کرده، رفته بعد به خاطر اینکه زده بچه یه خانمی رو که ملکه بوده کشته، اون خانم جایزه گذاشته، رفتن کوروش آوردن سرش رو بریدن انداختن تو تشت خون، گفتن حالا چون تو خون دوست داری بخور تا سیر بشی. آقا کوروش هم بعد یه نفر اومده ضامن شده، گفته بابا این هم گفت چی؟ سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی، که من هم در دیار خود سری دارم و سامانی. میگن که آقا این بالاخره پادشاه بوده، یه روزی هم شماها یه جایی اسیر میشین و اینا افتخار و احترام میذارن و میشورنش و تمیزش میکنن و بخیه میکنن و جنازه رو میفرستن ایران. این طبق تاریخ. حالا دوستان کوروش پدرشونه و نمیدونم اون استر مادرشونه، هرچی دلشون میخواد بگن، شما هستید که میتونید حقیقت رو گوش کنید یا دروغ رو گوش کنید، یا اصلا به خودتون بگید خب حالا هر کدومش بوده بوده به من چه. پتیک اینو میگه، دیروز میگه آقا هر کدومش بوده بوده، امروز مشکل من مشکل کالیفرنیان، امروز مشکل من مشکل ایرانه، امروز مشکل من مشکل دنیاست توی قرن 21، توی سال 2017 و سالهای آینده. درباره مشکلات دنیا و اینها گفتم حالت اضطراری در آمریکا، حالت اضطراری وقتی اعلام میکنن که سیل میاد، زلزله میاد، یا آتش سوزی میشه توی شهر، یا اینا احتیاج دارن به کمک از شهرهای دیگه، احتیاج دارن به کمکهای مالی، ولی وضعیت اضطراری از بس معتاد زیاد شده، اونم معتادایی که دوا میکشیدن، بعد هروئین کشیدن، بعد چون هروئین گرونه رفتن حالا دیگه این قرصای قلابی و ارزونتر شیمیایی و اینها. و جالب اینه که یه شرکت های داروسازی از این بیچاره ها دارن سود میبرن. بیا و ببین چجوری، و میبینی خیلی از اینا هم که دستن در کار دولتن تو اون شرکت ها هم سهام دارن و اینها. حالا آقای ترامپ گفته که چون برادر خودش هم معتاد بوده، البته ایشون معتاد به الکل بوده، مرده و از بین رفته، ایشون یه چیز شخصی داره. دیدید مثلا اونی که
ماشینش تصادف کرده یا امروز تیکت گرفته از پلیس، درد و ناراحتی کسی که تیکت گرفته میدونه، مثلا میگه بابا من غمت رو میدونم، با غمت شریکم. این صندلی رو یه زمانی آقای اجلالی نو بود به ما داد این صندلی، ولی از این صندلی های 30-40 دلاری ارزون بود، به سر و صدا افتاده. والا ما وزنمون هم همچین زیاد نیست، ولی چه باید کرد. فقط امروز این کوتو پوشیدم، گفتم این کوت مال خیلی سال پیشه، ولی نشون میده که هنوز I'm in good shape یعنی هنوز خیلی چاق نشدم و اینها، و ببینیم چه باید کرد. خب با دوستان فیسبوک بعد از 60 دقیقه اول میایم میگیم و مینویسیم. فقط یه چیزی متوجه شدم که اینایی که مینویسن بعد ناپدید میشه، اینم از محسنات فیسبوک. امروز یه دوستی برام یه چیز فرستاده بود که آقا این فیسبوک با اون مسنجر، یادتونه من چند بارم تو برنامه ها گفتم من نمیدونم، خب این مسنجر یه قسمتی از فیسبوک بود، ما هم میرفتیم فیسبوک میگفت فلانی برات مسیج فرستاد فلان، بعد گفتن نه جدا شده. از وقتی جداش کردن میگه که برید ببینید چه ویدیوهایی ساختن و چه چیزایی میگه از شما میدزده، کش میره. البته نمیشه اسم دزدی گذاشت رو، چون من و شما خودمون بدونی که اون قرارداد رو بخونیم، بدونی که اون فاین پرینت رو بخونیم، فوری یا امضا کردیم یا تقریر زدیم اگری، یعنی من موافقم دوربینم باز باشه، میکروفونم در دسترس شما باشه، حسابای بانکی نمیدونم رمز فلان اینا همش در دسترس شما باشه و اینا استفاده میکنن. و جالب اینه بالاخره اونا هم شرکت ها بعضی وقتا کارمنداشون ناراضی هن از این شرکته که میاد بیرون میره تمام این چیزها رو که ضبط کرده میفروشه به یه شرکت دیگه. و الان دو تا مشکل، یکی مشکل ترامپ با روسیه و یکی مشکل کلینتون و اوباما با روسیه، همش از همین شرکت‌های اطلاعاتی و دیتا. دیتا کلن تو ایرانی بگیم چی؟ بگیم اینفورمیشن، مثلا میگه دیتا انتری، یعنی شما میای اون اینفورمیشن های کاغذ ها رو داخل میکنی به کامپیوتر و اینها. در صورت نمیدونم دیتا رو شما همتون بهتر از من میدونید و این مشکلی هست که جهان باهاش روبرو هست. ببینیم چه باید کرد یا چه میشه کرد. در صورت این دوستمون نوشته که اجازه بدین بله نه شما برید، هر کسی دعوت میکنه، من کی بود یه دفعه آقای احمدعلی مسعود انصاری گفت که از من دعوت کردن به نظر شما برم یا نرم، گفتم شما برو، مخصوصا شمایی که نه چیزی داری پنهان کنی نه دروغی گفتی، هر جا بهت گفتن برو، و ایشون هم رفت و خیلی هم تجربه خوبی داشت. حالا شما میگید که آقای میبودی و دیگران ازتون دعوت کردن، خب چرا نه، برید حتما. و خیلی خوشحالم که از این طریق برنامه مردم تیوی دیگران هم با شما آشنا شدن و از شما دعوت کردن. ولی برای من جا سواله چجوری ایشون فهمیده شما کی هستی، با شما تماس گرفته و دعوت کرده، احتمالا از طریق دوست مشترک. و هم برید هر جایی، این همون چیزیه که من به شاه الله‌یا میگم، همون چیزیه که به مجاهدین میگم، میگم شما برای خودتون تو جمع خودتون هی بگید به به چه فایده داره. مثل من یه مدت رفتونم تار میزدم، چقدرم بد میزدم، ولی همش بین دوستا و رفقا و فامیل بودم، وقتی میزدم این بنده خدا هم میگفتن خب حالا دست بزنیم تا این زود جمع کنه بره. اگه یکشون به من گفت آقا خیلی مزخرف میزنی، آقا خیلی بد میزنی، ما این کاسکوزه رو جمع میکردیم، آخرش هم جمع کردم، حالا به جای تار زدن مغزم تار میزنه. در هر صورت به مجاهدین، به شاه الله‌یا میگم که شما برین جایی که باهاتون مخالفن صحبت کن. شما وقتی میایین تو این تلویزیون، تو تلویزیون خودتون همه دوستاتون هستن چه چه به به به، وقت اونا رو داری تلف میکنی، چیزی رو که میدونن، چیزی که باهاش موافقن داری چیز بهشون دوباره میگی. ولی اینجا شما نگاه کنید، حتی تو برنامه قبلی یه خانم اومده بود به نام ننسی ایران دوست، بعد یکی دیگه اومده بود مری بازرگان، اینا چقدر ایران دوستن و اسمناشون همه ننسی و مری و ماریا و اینها هست و از اسمای ایرانی خودشون خجالت میکشن، اون دیگه یک بحث دیگه است. ولی شما حتما برید، حتما جای دیگه مصاحبه کنید و بذارید این آگاهی و دانش شما یه جا نمونه. در برنامه قبلی وقتی که آقای موثقی داشت در رابطه با ترامپ و به اصطلاح تحریم ایرانی‌ها و مجاهدین صحبت میکرد،
آقای کرمی آمد و نوشت که دو نفر خطرناکترین هستن و این رو ایندیپندنت روزنامه انگلیسی دیگه نه یوکی اعلام کرده. من فکر کردم که نه بابا این اسمایی که نوشته نمیشه، حالا اینو به عنوان سوالم گفتیم کاش که نگیم تا آخر برنامه، ولی اب نداره دیگه، حالا کی حوصله داره تا آخر برنامه من نگاه کنه بعدم بیاد بشینه جواب بده. اون دوستمون فری اون روز گفت که من برم امتحان کنم، گفتم نتیجهشو به ما بگو که ما به دیگرانم بگیم، بگیم دوستی که برنامه رو داره نگاه میکنی اگه صداقت واسه میشه اشکال از ما نیست، بعضی وقتا هم هست ولی معمولا ما اشکالمون کمتره چون اینترنتمون بیزینسه، چون اینترنتمون وایرلس نیست، بی سیم نیست، با سیمه و سرعت و اینها زیادتره چون بیزینسه گارانتی بیشتری داره. بعد گفتیم شما اگه بیای بگی و به دوستان میگیم آقا خانم اگه هفته یه بار، حالا روز جمعه کمتر کار میکنید، روزی شنبه کمتر کار میکنید، کامپیوترتون رو خاموش کنید. بعضی ها اصلا کامپیوتر شب خاموش میکنن صبح روشن میکنن، اون وقتها که من فقط ایمیل و اینا داشتم این کار میکرد، ولی الان که ویدیو استریمینگ و از همینجا پخش میکنم کامپیوترهای ما 24/7 یعنی 24 ساعت شبانه روز کار میکنن، تنها یک شنبه ها ساعت 2 صبح اونم برای یک ساعت ممکنه یه خاموش روشن بشه تا هم پاک بشه هم تمیز بشه، هم مثل حمام رفتنه. و اگه شما میتونید بیشتر خاموش روشن کنید، اینترنتتون رو، مودمتون رو، راوترتون رو، میدونید هی دستگاه ها زیاد شده، بعد الان مودم و راوتر دوتاش رفته داخل هم، یعنی مودمی که به شما میفروشن اون وای فای یا بی سیم رو هم، اینترنت بی سیم رو هم داره. به همین خاطر من رفتم با روزنامه ایندیپندنت یا نشریه ایندیپندنت توی وبسایت خودشون و جستجو کردم، چرا همه میگیم زدم، نوشتم The Most Dangerous Leaders، بعد این دوتا اسم اومد، حالا عکسش هم به شما نشون میدم. این رشته انگلیسی هست و اون موقع آقای کرمی برای من فارسیش رو فرستاده بود. حقیقتش من فکر کردم که ایرانی ها بعضی وقتا کلک میزنن، مثلا مینسه روزنامه نیویورک تایم اینو نوشت که من و شما هم دنبالش نریم، باور کنیم اون رو. و اینه، ببینید دوستان، نوشته ترامپ and سعودی پرایم پرینس، ببخشید، محمد بن سلمان are the most dangerous. وقتی میگه most dangerous یعنی خطرناکترین مردای دنیا هستن. And they meeting next week. این مال موقعی بود که ترامپ به عنوان اولین مسافرت به اصطلاح خارج از آمریکا بلند شد و رفت عربستان سعودی. نتیجهش اینه که بیچاره اون قطر یه دفعه بدو شد، نتیجهش اینه که امروز به جای به جای خلیج فارس میگه خلیج عربی، یعنی پولایی که گرفت چه برای اسلحه برای مملکت، پولایی که گرفت چه برای خودش و خانوادهش، قراردادهایی که این ور اون ور گرفته که حالا بعدن 25 سال 30 سال دیگه گندش بیاد این خانمش ایوانکا و نمیدونم دامادش و اینها، امروز هم نتیجه اون پولی که گرفته داره وظیفه‌ش رو انجام میده. دوستان اینه وقتی آقای آریان پور میگه وظیفه، در قبال یه چیزی، یه پولی، یه مزدی شما انجام دادی، به اصطلاح بهت دادن یه وظیفه رو انجام میدی، حالا همون مزدوری هم همین میشه. این کلمه ها به خاطری که استفاده بد ازش کردن بد شده. خدمت کسانی هستن که مجانی به خاطر رضای خدا، به خاطر رضای خودشون، به خاطر باور خودشون یه کاری رو انجام میدن، اون میشه خدمت. این یکی که در مقابل پول یا در مقابل ماشین میگیره، زمین میگیره، نمیدونم درخت میگیره، اون میشه وظیف. آقای ترامپ در به اصطلاح قبال پولی که خودش و خانوادهش گرفتن برای خودشون و در قبال پولی که گرفت، میگن 110 میلیارد، البته بعض وقتا میگن 300 میلیارد، ولی 110 میلیاردش رو تا حالا به اصطلاح قبول کردن و اسلحه و اینها و اینا، همین ماجرا. این خود آمریکا این آخوندار رو بزرگ میکنه، بعد هی مثل لولو خورخوره میکنه تو صورت عربا، میگه نگاه کنید این بزرگ شده، میخوان شما بزرگ بشین؟ میگن بله. میگه خب اینقدر بده اسلحه 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 و الی آخر. اینم از ترامپ انگلیس، اینم ترامپ سعودی، فارسیش هم که خب احتیاجی نیست نشون بدیم دیگه. و اما ویدیوی رجوی یوتیوب، بله، زیر اون برنامه
کانون آوا که روی فیسبوک هست، ویدیوی اون کمپ سریا رو هم گذاشتیم و شما میتونید ببینید. یک ویدیوی یک سازمانی که یه شخص خیلی پولداری، میلیاردر، دیگه این روزا میلیونر خیلی چیز نیست، درست اینجا مثل ایرانه، ایران وقتا بودن طرف میلیونر، بعدن یه ماشین پیکان مثل 5 میلیون قرازه هاش بودن یا ماشینای دیگه 20 میلیون 30 میلیون نمیدونم، من 32 ساله نه خبر از نرخ تو ایران ندارم. دیگه کلمه میلیونر گویا کار نمیکنه. خونه هایی که ماها اینجا توش هستیم، اینایی که نزدیک شهرهای بزرگ هستن، قیمتاش 800 هزار دلار، 1 میلیون دلار، 2 میلیون، 3 میلیون و الی آخر. یک شخصی که بیلیونر هست آمده و یک جنبشی رو شروع کرده به نام Need to Impeach، یعنی احتیاج داریم که این آقای ترامپ رو استیضاح کنیم و بلکه اخراجش کنیم. روی فیسبوک گذاشتم، اگه خواستید شما هم میتونید امضا کنید. من امضا کردم، باورم اینه که اینم مثل نیکسون باید ایمپیچ بشه و امیدوارم بشه. و اما افشاگری دیگری از ویکیلیکس علیه هیلری کلینتون در حد حاصل سالهای 2009 تا 2013. خب ببینید 2009 تا 2013 که هیلری کلینتون رئیس جمهور که نبوده، رئیس امور خارجه بوده، درسته؟ اون 4 سالی بود که این به اصطلاح وزیر امور خارجه بوده. شما با دیگه اوباما، یعنی این که سر خود نمیتونسته یه کاری انجام بده، پس دولت اوباماست. حالا این که ترامپ هی میخواد پای کلینتون رو بکشه تو این ماجرا، برای که این میخواد بگه که اینا که گفتن من با روسیه به اصطلاح زیر میزی کار کردم، خودشون اینجوری بودن، در صورتی که اوباما بوده. تازه حالا شما اگه اینو بگید، مگه ترامپ شعار تبلیغاتیش این نبود که ما نمیخوایم با روسیه دشمن باشیم، میخوایم باشون دوست باشیم؟ خب جاده رو صاف کرده، اوباما باشون دوست شده، ایشون بره دوستتر بشه، چی بگم بهتون؟ و اما بله، اون چیز رو هم بهتون نشون میدم روی فیسبوک که یه ویدیوی رو نشون میده، میگه ترامپ دروغگوه، ترامپ از لحاظ سلامتی منتالی روانی کارش درست نیست و اینها، و ترامپ ممکنه مملکت آمریکا رو به سوی جنگ ببره و نابودی. و اما پاسخ تند دکتر زیبا کلام به آیت الله مصباح یزدی، مصباح یزدی گویا گفته بوده شیاطین در صدد تخریب روحانیت هستن، جواب زیبا کلام اینه: آن یکی حضرت آیت الله که کارش تجارت لاستیک است، آن یکی آیت الله که کارش تجارت شکر است، آن یکی امام جمعه هم که با نصف زنهای شهرستانشان رابطه غیر افلاطونی داشته، این یکی حضرت آقا هم که بالای منبر استنداپ کمدی مرغ و خروس اجرا می کند، آن یکی حجت الاسلام که تخصصش جوراب استارلایت بوده است، قرائتی هم که 37 سال است، اپرای وینفری ازبولا شده، قرآنی را که در 23 سال نازل شد 37 سال تفسیر کرده، هنوز به جزو دومش نرسیده، در عوض خودش کمدین معروفی شده. آن یکی هم به اتهام زنای محسنه، رابطه مشروع با اجنه، روابط ویژه با ارواح دستگیر کردن، و این یکی هم، خب حالا اینا همه رو میگید، من نمیدونم آقای زیبا کلام، اولین سوال اینه که در مملکتی که اینجوری بگیر بگیر و بزن بزن است، و یه جوانی اگه یه چیزی بنویسه، یه جوانی اگه یه اینستاگرام داشته باشه، اینها مثل اون ستار بهشتی میگیرن و میزننش و اعدامش میکنن، میکشنش توی چیز توی زندان، شما چجوری یل یل میگردی هرچی هم دلت بخواد میگی؟ شما آقای حالو، آقای نوریزاد، و البته دوستان میگن خب آقای سیرجانی هم همه تا موقعی که میگفت و انتقاد میکرد میگفتن این چجوری آزاد آزاد میگه، بعد که رفت و گرفتنش اسیر شد و نکشتنش، مثل که مرد توی زندان اونم، در صورت نمیدونم. بعد اون موقع شما میگید ها ها این زد بود، من نمیدونم، مثل که ما هممون دوست داریم قهرمانهای مرده داشته باشیم تا بتونیم به اصطلاح چی میگن ازشون قدردانی کنیم.
این هم از این ماجرا. امروز در اخبار شنیدم 2800 سند بازجویی از ترور جان کندی با حفظ بخشی افشا شده. در اخبار نشنیدم که این سندها چه چیزی را فاش کرده است، ولی خب اینجا تو تمام کانال های تلویزیونی از به اصطلاح تندروهای جمهوری خواه تا اون معمولی دموکرات ها و اینها صحبت از این بود که این سندها آزاد شده. اولا خیلی هاش قبلا هم آزاد شده بوده، همه می دونستن. دوما اینا که آزاد میشه یه دفعه 2800 صفحه رو که هیچ کس نمیتونه بشینه بخونه، میخونن اونایی که هم اول برنامه هم گفتم یه عده ای میخونن، اونایش رو که مهمه میان دربارش صحبت میکنن. حالا به قول اون آقای زیبا کلام، اگر قرآنی که در 23 سال ناظر شده جزء اولش رو 37 سال طول کشیده تا آقای قرائتی تفسیر کنه، لابد اینا همین ماجرای کندی و دیگران رو میخوان سالها ادامه بدن و هیچ وقت من و شما تا موقعی که زنده هستیم نمیفهمیم اینایی که اقلا در تاریخ اخیر 100 سال گذشته بودن چه دستگلی به سر مملکت یا چه دستگلی به سر دنیا و جهان زدن. بعد ایشون میگه که در استرالیا با یک آمریکایی در مهمانی ملاقات کردم، او خود را مأمور پیشین FBI معرفی کرد که اطلاعات محرمانه از ترور کندی داشته و برای دور شدن از مشکل از آمریکا مهاجرت کرده. همینجا بلافاصله شما باید قبول کنی که این احتمالاً نه تو FBI بوده نه همچین چیزی. چجوری به شما اطمینان کرده به شما بگه که من به خاطری که مشکلی نداشته باشم اومدم اینجا؟ شاید شما میفروختیش، حالا نمیخوام بگم شما آدم فروش هستی، ولی کسی که معمولاً مأمور سری بوده و میاد همه جا میگه مأمور سری هستم، این من رو یاد اون جوکی میندازه که میگفتن اگه یه خبری رو میخوای زود به گوش همه برسه، مثلا به سوربی بگو، بهشم بگو، به کسی نگی. یا اینم همین جوره. اینقدر ما اینجا داریم مأمور مخفی، اینقدر تو ایرانی ها هست، خودشون یه جایی به یه کسی میگن برای CIA کار میکنن، برای FBI کار میکنن، این به اون بگه، اون به اون بگه، بعد همه بگن این فلانی برای FBI کار میکنه، این فلانی برای CIA کار میکنه. اگه کسی برای FBI کار میکنه یا CIA کار میکنه، به این سادگی نمیاد توی مهمونی به یکی دیگه بگه که من اطلاعاتی دارم که برای دور شدن از مشکل اومدم استرالیا. اینم از البته ایشون میگه او رازی رو فاش نکرد، اما آنچه را در زمانش منتشر شده بود و دور از حقیقت خان، در بررسی اقدام ترور خواندم که کندی میخواسته پس از چندین روز بانک فدرال رزرو بانک را ملی کند. او سومین رئیس آمریکا بود که توسط مالکین بانک ترور میشد. این بانک که در بانک مرکزی اغلب کشورهای جهان مسلط است، یک بانک خصوصی است که مالکیتش خارج از تسلط مقامات کشورهاست، فعالیت کرده و تمام جنگ ها و بحران های اقتصادی این کره را به راه می اندازد، این کره جهان. این قسمتش رو من شنیده بودم، فکر کنم در رابطه با همون خانواده راتشیلد و اینها هست. و اما بیانیه جبهه ملی ایران به مناسبت 7 آبان، زاد روز کوروش کبیر، من چقدر خوشحالم که ما این جبهه ملی رو داریم. اینجا شعبه داره، تو ایران شعبه داره. اگه اینو نداشتیم ممکن بود آخوندا 39 سال 40 سال حکومت کنن، ولی به چی میگن نعمت داشتن این جبهه ملی میبینید که آخوندا از بین رفتن و یه حکومت ملی تو ایران هست. من با آقای کوروش زعیمم صحبت کردم، این بنده خداها آدمای خوبی هستن، ولی هیچ کدومشون درس سیاست رو نخوندن، درس جنبش رو نخوندن، همینجوری از رو علاقه اومدن. مثل این میمونه که من دوست داشته باشم ماشین رانندگی کنم، بابام هم توی مزرعه ماشین داشته باشه، هر روز که این نیستش من برم ماشین رانندگی کنم، هی بیافتم تو این چاله بیافتم تو اون چاله، ولی هیچ وقت نرفته باشم یه مدرسه راهنما، یه مدرسه رانندگی 10 ساعت، یه نفر بهم بگه آقا این خط مقطع خط اون یه خط دیگه چی بود، یکیش خط مقطع بود یکیش خط سالید، اینجا میگیم حالا قاطی کردیم دیگه. طرف گو اگه خواب دیدید خوابتون انگلیسی بود، زبان انگلیسیتون قوی تر شده. اگه خواب دیدید آلمانی بود، آلمانیتون قوی تر شده. اگه هنوز خواب به فارسی میبینید، زبان فارسیتون به اصطلاح دستور میده. و اینها خط مقطع، خط پیوسته، نمیدونم. در اصل اینجا میگن سالید. و
اینا رو اگه بهش گفته باشه چجوری کجا دور بزن، چجوری پارک کنه فلان میسن، اون راننده خوب میشه. این دوستان در دنیای سیاست و اینها راننده های خوبی نبودن. این که شما بشینی هفتم آبان تا هفتم آبان یه اعلامیه بدی، هشتم آبان میخوای چیکار کن؟ اینا آمدن پس فردا اصلا دولت دروغ گفته بود، ملت هی رفتن هی ببینن کجا بسته، دیدن نه آقا مردش رسیدن بازه، باز رفتن جلوتر دیدن هیچ خبری نیست، رسیدن تخت جمشید دیدن هیچ خبری نیست، رفتن پاسارگاد شمس‌آباد دیدن هیچ خبری نیست. خب چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ اون خانم دختره وای میسه با کت شلوار با شلوار گرم کنه ساخت آمریکا و نمیدونم چینا و اینها شعار میده کوروش آرش بکش پرون کن. شنبه که برمیگه پس فردا میشه یه شنبه هفتم، نه امروز جمعه است، بعد امروز جمعه پنجمه، ششم فردا، یک شنبه که 29 اکتبر میشه هفتم آبان، درسته؟ خب 30 اکتبر میخواین چیکار؟ منشور حقوق بشر کوروش پیام الهام بخشی است بر حقانیت حقوق بشر و آزادی. آقا این منشور انقدی نمیتونه 30 و چند تا اصل نمیدونم یونایتد نیشن و سازمان ملل روش نوشته باشه. زبانی که خط میخی بوده باید 6 تا میخ رو اینجوری میزدن 4 تا پا داشته باشه بفهمن این یعنی الاغ، 4 تا چیز میزدن اینجوری، این نمیشه. تمام صورت حسابای کارکرد خانمهای حامله تو این بوده، تمام تعطیلات تو این بوده، تمام تقویمات تو این بوده، تمام قانون بشر تو این بوده، تمام داستان ایران تو این بوده. نمیشه. آخه عقلم چیز خوبیه که خدا نه به من داده نه به شما که بیننده من هست. چی بگم به خدا؟ در زمانی که نظام بردهداری و طبقه بردگان جایگاه و نقش تعیین شده در دولت شهرها و امپراتوری های وقت داشتن، بعد شما میخوان بگین که کوروش رفت دنیا رو آزاد کرد آباد کرد، قبول داری؟ ما قبول داریم این کار کرد. اگه شما بری یک ساختمونی رو بسازی ولی نتونی ازش نگهداری کنی، فردا که بارون میاد، فردا که طوفان میاد بزنه بریزتش پایین، چه فایده؟ هر کی میاد میگه این عجب احمقی بوده، نگاه کن ساختمون ساخته سقف نذاشته، روز اول که بارون اومده همه آجرا رو ریخته پایین، بعد میگه این چه احمقی بوده، ساختمون ساخته پنجره نساخته، باد و طوفان رفته تو اصلا آشغالدونی اونجا کثیفه. چی میخواین بگین شما؟ تمام دنیا همینجوری داشتن برای خودشون میچریدن مثل گاو توی دشت، نه چین نه مکزیک نه یونان نه روم باستان، اینا هیچ کدوم حکومتای قانونمند نداشتن. یه دفعه گل گلاب آقای کوروش آمد و رفت با این تیکه گل که اینو کنار هر ساختمونی، مال ایرانیام نیست، بابلی‌ها این کارو می‌کردن. بابلیان وقتی یه ساختمونی می‌ساختن، اینجا هم هنوز هست، بهش میگن کورنر استون، می‌ذارن که حالا جدیداً دیگه به جاش میخ می‌زنن که با دستگاه‌ها معلوم بشه که خونه شما کورنرش کجا، مینوشتن که آقا این ساختمون در فلان سال ساخته شد. اون موقع هم که سال و تقویم و اینا مال کی بوده؟ مال این مکزیکیا، مال یونانیا، مال مایا، مال چینا. برید ببینید بابا اینا 5000 سال 6000 سال تاریخ دارن، تقویم دارن، صداشون هم در نمیاد. اون میاد وای میسه باغچه ها رو چمن چی میکنه، من و دوستمون وای میسیم مشروب میخوریم، یادت ما با کوروش چقدر خوب بودیم، یادت ما چقدر پیشرفته بودیم، خب خاک بر سرمون، حالا دو تا آخوند اومده بالای سرمون. چرا؟ برای اینکه دروغ میگیم. یک، از این بدتر اگه بگیم ما این بودیم ولی نتونستیم نگهش داریم. دو، ما یه دوستی داشتیم خدا بیامرزدش، مایک چی بهش میگفتیم، خدای به انگلیسی به فارسی ارمنی بود، خسرو میکایل یه چیزی، خسرو میکایلیان اسمش، خسرو بود میکایلیان. این هر جا مینشنس میگو من با 500000 دلار اومدم تو آمریکا، رستوران باز کردم، ضرر کردم فلان، حالا مجبورم این ماشین کامیون 12000 دلاری رو رانندگی کنم. من یه دفعهش گفتم آقا خسرو این چیزایی که شما میگی این اعتبار نیست، این به خودت صدمه میزنی. اگه فردا منم داداش من بخوام یه کسی رو انتخاب کنیم که منیجر باشه این 4 تا کامیون شکسته که ما داریم، اون منیج کنه، میگیم آقا دست این نده ها، این کسیه که پول خودش رستوران خودش رو اینجوری کرد. ماجرای رضا پهلوی
این احمق بانک داشته، شرکت نفتی داشته، پول باباشو داشته، ارث و میراث داشته، آشنا داشته، پارتی داشته، ببین کارش به کجا رسید. این هم ماجرای ما. آقا خانم اگه یه روزی هم ما کوروشی داشتیم اونی بوده که شما بودی، یه دوست دیروز براش فرستادم، دکترم هست، دکتر کوروش، میگه من نمیدونم ولی کوروشا همشون خوبن. میگم آقا تا اونجایی که شوخی میکنی بله، من میگم کوروش فلوریدا آدم خوبیه، ولی اگه اینجوری میگی بابا نگاه کن ببین چه کار کرده، همین بلند شده رفته یه جای دیگه، خون و خونریزی، اونام جنگشون سر دین بوده، بعد یکی از اونا اومده گفته آقا ما با اینا مشکل داریم، شما اگه پیروز شدی این کارو بکن، بگو من کاری به کاری اونا بهش درس دادن، گفتن بگو دین آزاده فلان، چی کار داری هر کدومش میخوای بردا برو. بعد اینا هم کشیدن آوردن یه سری، حالا شما میگی برده نبوده، حالا بگیم روزی یه دلار هم بهشون پول دادن، ولمون کنید دیگه تو رو به خدا. بعد خب ببینیم که اینم منشوره، حتما حتما به جبهه ملی بپیوندید، به نظر من یه سریتون به مجاهدین بپیوندید، یه سریتون به جبهه ملی بپیوندید، یه سریتون حتما حتما به جنبش فردای آقا رضا پهلوی بپیوندید و بیکار نشینید، ایران رو آزاد کنید. میگه که این هم وضع امروز، شاه میخرید، اینها خودشان میسازن. نه عزیز من، اینها هم نمیسازن، اینها هم تمام این قطعات ارتشی اینها از این ور اون ور وارد میکنن. من یادمه یه روزی ما بلند شدیم رفتیم خیابون داریوش، یه آقایی بود یادم اسمش یادم نیست، ولی این وسایل الکترونیکی میفروخت، یه چیزی میخریده اینقدر ترانزیستور بود، یه چیزی میخریده اینقدر بوبین بود، یه چیزی میخریده اینقدر خازن بود، کاپاسیتور بود، یه نقشه ای هم داشتی، یه ولت و نیم باتری میذاشتی، اینو میذاشتی، اونو میذاشتی، میشد رادیو. اما خوشحال بودیم که ما رادیو ساختیم. آقا من رادیو نساختم، نقشه شو که یه کسی دیگه درست کرده، تر کرده. وسایلش هم که این آقا هر چی بوده از اون موقع از ژاپن و اینا بیشتر وسایل می‌خریدن، این وسایل الکترونیکی، خیلی چین و اینا تو چیز نبود، اینا رو خریدیم بسیم. حالا شما خوشحالی که پسرت رادیو ساخته، شاید هم برق می‌گرفتمون با وجود که این چیز بود. بله خط ممتد، مرسی، خیلی ممنون آقای یوسفی. بله خط ممتد، خط مقطع، مقطع قطعه، ممتد یعنی امتداد داشت یه نواخت، اینجا میگن سالید، اون یکی دیگه حالا یادم رفت چی میگن، اب نداره. من این ویدیو رو به شما نشون میدم، فقط یه تیکه اولشون یوتیوب جلو یقه ما رو میگیره، هی باید براش بنویسیم که بابا جون ما به اندازه به اصطلاح قانونی استفاده کردیم، چون قانونا تو کار مدیا شما میتونی یه ویدیویی رو به اصطلاح خودمون نشون بدی که بهش استناد کنی، حرفی برای گفتن داشته باشی و در موردش صحبت کنی. بعضی وقتا اینا دیگه خیلی شفتش میدن، این مال خبرگزاری سیما هم هست، یعنی تهیه شده در ایران، خب احتمالاً تبلیغات آخوندا، بعد پول اونها، پول مردم، هیچ دلشون هم نسوخته. بیا ببینم این نشونتون بدم، خط مقدم یعنی دست به ماشه و چشم در چشم دشمن. ایران در خط مقدم است، ثانیه به ثانیه چشم در نگاه دشمنان این مرز و بوم، بیدار و آماده در 3700 نقطه پدافندی. ابابیل های حامل گدازه های آتش برای چشم. خب این آقا ببینین چند سالش دوستان، به نظر من با وجودی که ریشم گذاشته، وقتی ریش میذاری پیرتر سنت نشون داده میشه، 40 سالش هم نیست. خب آقا شما بعد از انقلاب دنیا اومد چی شد؟ یه دفعه شاهی که شما میگین وابسته بود، صنعتش مونتاژ بود، خودتون مسخره میکردید، میگفتید پیکان قوطی مال روغن قوه، حتی قوطی های روغن قور هم میگفتید اینا از خارج اومده، چی شد؟ یه شب خمینی که اومد، بابای شما با مادر شما رو به دنیا آورد، دانشمند دنیا اومدی، این از اسلام بوده، از چی بوده؟ آقا خانم خجالت بکش، 3700 نقطه ایران شما داری نگاه میکنی تو چشم دشمن،
احمق برگرد نگاه کن تو چشم ملت، اونی که گرسنه است این پول این اصلی مسئله رو بده به اون، اون وقت قول میدم اگه یک کسی با قوی ترین بمب ها هم بیاد اینا با چنگ و دندون میخورنش. این ویتنام، دیدی ویتنام سوپر پاور، سوپر پاور میدونی دیگه یعنی چی؟ یعنی قدرت بزرگ دنیا. رفت به یه ویتنام انقدی حمله کرد. چرا؟ چون اون نورتش میخواست اینا کمونیست بشن. آقا به تو چه، ولشون کن، اگه اونا اومدن اینا رو قانع کردن حتی پیروز شدن کمونیست شدن، خب به تو چه دیگه؟ مگه نمیگی بعدم رفت با بی آبرویی و اینا برگشته اومده هنوز دارن تلفات اون موقع رو میدن. البته ویتنام وای نساده ماتم بگیره ها، ویتنام هم مثل ژاپن گفت ما، اونا با ژاپن زودتر دیگه، اینا از ژاپنیا یاد گرفتن، گفت ما وای نمیسیم ماتم بگیریم هی بگیم اسلام به ما حمله کرده 1400 سال پیش. آقا حمله کرده، ما باختیم، امروز ما برنده میشیم به این صورت. الان بریم ویتنام، یکی از چیزایی که تو سطل آرزوهای من هست دیدن ویتنامه، که شما وقتی میری موزه گذاشته، عکس گذاشته، نشونت میده که این سوپر پاور چه بلایی به سر اینا آورد، ولی اینا میگن ما وایسادیم مقاوم جلوش. حالا من و شما چی داریم بگیم؟ آقا اسلام اومد پدر سوختا با این شمشیرای کند چنان گردن ما رو برید، اصلا خیلی درد میگرفت این اسلام پدر سر. یه شبه ما همه بی تربیت شدیم، همه دوست شدیم، همه میگم دوستون خانم نیر میگه این کسی که گفته من میخوام آدم ها رو از بیزه آویزون کنم حتما جزء خمینی هاست. میگم نه آقا این نه خانم، این وحید سعیدیه، نگاه کنید همه چیزایی که میذاره راجب شاه هست، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. اون ماجرایی که شما بگو اول کیستی ما نداریم، که آقا من بهت بگم منطق من یا اون چیزی که یاد گرفتم دو دوتا میشه چهار، نمیتونم یه روز بگم دو دوتا میشه هشتا، یه روز بگم دو دوتا میشه 96 تا، یه روز بگم دو دوتا میشه 64 تا، دو دوتا چهار تا بوده هست، حالا ممکنه بعد عوض بشه. البته یه جای ثابت میکنن دو دوتا 65 تا، این اگه خواستید روی اینترنت میتونید برید ببینید. بله علی دوست عزیزمون آمد آمریکا، چون روی صفحه عمومی فیسبوک نوشته، این دیگه کاری به فیسبوک نداره ها، این یه مشکلی هست که چون گفته من حالا به عنوان برنامه دارم اجرا میکنم، چون پتیک خیلی دشمنه با فیسبوک، حالا میفهمم چقدر اسمارته که اصلا کاری به فیسبوک نداره. بنده خدا اون روز نوشته بود که خودش و خانوادهش که آمدن حالا رفتن کار گرفتن، ماشاءالله آفرین به این خانواده، به این زودی تا رسیدن وای نسادن مفتخوری کنن آقا حالا ما 18 ماه بهمون حقوق میدن پس 18 ماه رو بخوریم، بعد تا اون موقع هم یکیمون میگیم پیریم، یکیمون میگیم علیلیم، به پول میگیریم وای ساده. یکی از چیزایی که من آلمان یکم تنبل شده بودم میخواستم بیام اونجا، میدونید برای بچه‌ها بهت پول میدن، نمیدونم هر تکونی میخوری یه پولی بهت میدن. بعد به داداشم میگفتم آقا من بیام آمریکا چیکار، حالا که دیگه از ایران اومدم آقا آلمان میمونم. داداشم به من گفت که اونجا عادت میکنی همیشه مثل گداها زندگی کنی، یعنی اگه یه ماشین داری با قایمش کنی نفهمن، اگه پول داری نفهمن، بعد برای چی بهتر نمیری، همون قدری که داری قانع میشی. البته یه حسنی اونجا داشت یه حسنی اینجا داره، اینجا میای همش تشویقت میکنن برو بهتر بیشتر فلان، ولی یه وقت نگاه میکنی میبینی همه عمرتو دنبال بهتر بودن، بیشتر داشتن، بزرگتر شدن اینجوری گذراندی، حالا عمرت گذشته همه رو داری بزرگ بهتر فلان، ولی نمیتونی بدی یکیشو یه روز زندگی رو برگرد. این علی آقا و خانوادهش آمدن و رفتن سر کار تو همون ترکیه هم ماشاءالله اینا فوری کار کردن، حتی یکی دو بار دوستانی که در ایران مشکل داشتن، دوستان طرفدار رضا پهلوی که کمکشون نکرده بودن هیچ شاه اللهی و اینها، دست به دامن ما شدن، ما هم دست به دامن علی ترابی شدیم. علی ترابی هم خودش یه جورایی شاه اللهی بوده، خود منم شاه اللهی بودم. آقا همه ما بچه که هستیم فکر گفتم بهتون فکر می‌کنیم حوض خونمون بزرگترین استخر دنیاست، وقتی بزرگتر میشیم خب بابا میفهمی استخر حافظیه از بهداشت بزرگتره، بهداشت از این خونمونه. اون کسی احمقه که بگه نه آقا خونه بابا بزرگ من بزرگترین استخر دنیا رو داشت. خب معرفیش کردیم به علی، علی فوری براش کار پیدا کرد، خونه و زندگی و اینها، بنده خدا وضعش خوب شد، از اینایی نشد که خدای نکرده تن فروشی کنه و فلان اینا.
خب اینا اومدن تو آمریکا. علی هم از اونایی که میگه زنده باد ترامپ، میگن آقا هیچ زنده باد مرده باد نکن، اول وایس تا ببین این کیه، بعدن زنده باد مرده باد، آبرو خودتو نبر. بنده خدا رفتن کار کردن، اینجا وقتی میری کار میکنی روز اول بهت میگن میخوای برای که هی پول ندیم و نمیدونم نامه و پاکت و اینها، اینجا شماره حساب بانکی تو بنویس، ما مستقیم حقوقتو میریزیم تو حساب بانکی. این بنده خدا این کار کرده، یه هفته کار کرده پولش ریختن تو حساب، دو روز بعد رفته بردار، گفتم یکی دیگه برداشته رفته. البته من نمیدونم، ولی این اشکالای اینترنتی و بانکی و سوء استفاده ها درسته که مشکلاتی برای شما ایجاد میکنه، ولی دست آخرش بانک ها بعضی هاشون به اصطلاح میان پول شما رو میدن و شما زیرو لایبیلیتی، یعنی هیچ مسئولیتی نداری. حالا اگر یه وقت خودت به یه کسی تلفن زده گفته اینجوری پول رو دادی رفتی، دیگه بانک میگه نه آقا ما اینا رو سکیور کرده بودیم، نگه داشتیم، شما خودت گفتی این پولو بده به فلانی، ولی اون فلانی دروغ بوده، اون فلانی اگر میخواسته برات دوچرخه بفرسته، اگه میخواسته، ضمن ما یه دوچرخه هم برای فروش داریم، ما اگه کسی میخواد این دوچرخه تو ویرجینیا والمارت میده $130، جای دیگه دیدم میده $200، این من میدم $100 اگه خواستید برای کمک به تلویزیون مردم، ولی تو ویرجینیا یکی باشه بیاد برداره بره، حوصله پست کردن اینا نده. بله این دوستمون نوشته شاه میخرید اینان ساختن. نه عزیز من، اینا یه مشتی روکشش ممکنه 4 تا قوطی رو به هم چسبانده باشن، ولی اون داخلش و اینها هنوز خارجی هست و هر وقت که اونا بخوان یه تیکه اگه بهشون ندن، اینا خرشون به گل خواهند موند. و اما دوستمون نوشته که برنامه رو دیدم، چند برنامه است که در مورد مجاهدین زیاد صحبت میکنید، شما کاملا درست میگید و من اون روزم تو برنامه گفتم من فکر میکنم این آقای گلن ترشیزی چون فیزیکدانه کلک زده به من، بدون اینکه پول بده وقت من و شما رو تلف کرد، سعی میکنم همینجا بسش کنم، اگه میخوان میتونن خودشون صحبت کنن، حرف بزنن، فیلماشون نشون بدن، ولی ما وقتمون رو برای مجاهدینی که نه جنبششون رو قبول داریم، نه اینها دیگه اصلا وجود خارجی دارن، حالا هر چی میخوان هی برن نامه بنویسن به ترامپ که بله تو رو خدا ما رو، تو رو خدا ما رو به بندگی قبول کن، تو رو خدا ما رو به مزدوری قبول کن. ترامپ میگه آقا یه مشتی آدم 60 ساله رو من میخوام چیکار، همتونم درد پیزی و بازو و نمیدونم کمر دارید، برید آقا دنبال کنید. داستان دادستان کل ایران منشأ اصلی بیماری ها خداوند است. خب اینه که سربی هم گفته بارها به اینا که خدا رو باور دارن، میگیم آقا شما اگر خدا رو باور داری جواب همه سوالات شما خداه. اگه شکایت کردی چرا سرده؟ خدا. اگه شکایت کردی چرا گرمه؟ خدا. چرا طوفان اومده؟ خدا. مگه شما نمیگی خدا از هر چیزی خبر داره قبل از اینکه بیاد اتفاق بیفته؟ پس برید سراغ خدا. این مریضی ها هم دادستان کل ایران گفته که مریضی ها هم کمرای دو بله اینجا العربیه گفته محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید که منشأ اصلی بیماری ها خداوند متعال است و اون میتوانست بیماری ها را نیافریند. به بله منتظری با تاکید بر ضرورت رعایت کردن نکات اخلاقی در کار پزشکی گفت پزشکانی داریم که اقرار به لمس کردن بیمار برای تشخیص از چشمان خود را می‌بندند، یا اگر با دیدن و از طریق چشم بیماری فرد را تشخیص دهند دست به بیمار نمی‌زنند، که همه اینها ناشی از همان اخلاق. آقا خانم شما اگه به خدا باور داری فردا که مریض شدی بیمارستان نرو، بشین دعا کن تا خدا شفات بده، اگرم مردی خب خدا خواسته سقط بشی خوشحال باشی. پس دروغ میگید شمایی که به مردم میگید خدا هم درد رو میده هم درمان رو میده، ولی با اولین مشکل بلیط هواپیما هم لازم ندارید دیگه، هر هواپیمایی بخوان سوار میشید و میرید کشورهای دیگه، یا از اون بهتر اونا رو برمیدارید میارید. آقای خمینی فکر کنم برای قلبش بیمارای دکترای خارجی اومده بودن اونجا و الی آخر. اختلاس دیگری در راه است، افشاگری یک نماینده درباره پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه. خیلی جالبه تو ایران مثلا میخواد کودتا بشه، دو ماه قبلش همه راجع به کودتا میدونن، اختلاس میخواد بشه، دو ماه قبلش همه راجع به اختلاس میدونن. جالبتر اینه که اون اتفاق میفته،
اختلاس و نماینده مجلس میاد میگه فلانی ها میخوان اختلاس کنن، اونایی هم که مسئولن همینجوری وای میسن تا این اختلاس انجام بشه، بعدش هم آقای رهبر میاد میگه کشش ندین، ولش کنید. اینجا میگن only in America، ما باید بگیم فقط در ایران. و اما corrupt system، این corrupt و corruption و اینها موقعی که سیستمای دولتی یا هر سیستمی خرابه، پارتی بازی میکنن، پول باج میدن، باج میگیرن اینها. شما باورتون میشه زندانهای آمریکا خصوصیه؟ یعنی یه آقایی یه زندانی باز کرده، بعد به دولت میگه که هر نفر رو خواستی بفرستی اینجا من سالی 60,000 دلار ازت میگیرم، اینو اینجا حبس میکنم. اون وقت میرن به قاضی پول میدن زیر میزی که آقا هر کی اومد اینجا شما بهش نگو آقا شما مثلا تخمق زدی به این ماشین، حالا وایس ماشین رو تمیز کن، 10 تا ماشین دیگر رو تمیز کن، بگو باید بری 90 روز زندان، چپ و راست همه رو بفرست زندان. باورتون میشه اینجا اینجوریه؟ و باورتون میشه از هر 4 نفر یه بار یا زندان رفتن یا زندان هستن؟ درست نمیدونم، ولی تعداد زندانی های آمریکا خیلی زیاده و اصلا الان شده یه موزل بزرگی، ولی چون برای یه عده‌ای درآمد هست. فقط یادم یه خانم ایرانی هم بود، این کارش این بود که به زندان‌ها مواد غذایی میداد، نهار و فلان اینا، بالاخره یه کسی باید ببره برای این، حالا این ایرانی نباشه، آمریکایی، آمریکایی نباشه، اسپانیش. یعنی اگه این زندان‌ها رو هم بخوان برگردونن و خالی کنن، یه عده بیزینس از بین میره. آمریکا هم که اصلش اصلا کورپوریشن، شرکت سهامیه، یه سهم این داره، دو سهم اون داره، فلان اینا، اگه بخواد بیزینس‌ها رو از بین ببره خودش هم بیچاره و بدبخت میشه. و به همین خاطر هم هست که میبینید آمریکا به بن‌بست رسیده و ترسش هم از این که ایران تو خاورمیانه داره بزرگ میشه، نمیدونم کره شمالی اونجا داره بزرگ میشه، اینه که اونای دیگه فهمیدن، قد علم کردن، میگن آقا تو مگه کی هستی؟ منابع فکری داری؟ همش مال کشورهای ما هست. منابع اقتصادی و چیز داری؟ همش از این کشور اون کشورها کش رفتی و خودت درست نفت رو آوردی اینجا ذخیره کردی، الان بزرگترین دارن دومین نفت هستی، ولی اگه ما زودتر اقدام میکردیم الان شما به این قدرت نمیرسیدی. از اون ورم روسیه وایساده جلوش، میخواد برگرده مثل همون حالت جماهیر شوروی بشه، اتحادیه جماهیر شوروی، و اوضاع خیلی خرابه. ببینیم چه باید کرد. میگه که پور ایمیگرنت، میگه بیچاره این مهاجرینی که میان اینجا از طریق مامورای مرز و اینها دستگیر میشن. خود من یادم یه دوستی از آلمان آمده بود، اشتباه کرده بود، رفته بود پاسپورت قلابی را انداخته بود، اومده بود اینجا، وقتی اینجا رسیده بود نمیدونم 10,000 دلار یا 10,000 مارک تو جیبش بوده، طرف وقتی میبرنش زندان فیلادلفیا میگه پولاتو بزن اینجا، اینم پولاش در میاره میذاره اونجا، فردا وقتی میاد تو بعد ما خبردار میشیم و میریم براش وثیقه میذاریم و آزادش میکنیم و اینها، میگه پول، میگن پول این چند دلار داشتی؟ میگه نه آقا من 10,000 دلار، میگه نه صورت جلسه نشده، کجا بوده پوله؟ میگه آقا اون روز کی بوده؟ میگه آقا من چه میدونم کی بوده. اینجوری میشه. خود داداش من از آمریکا وقتی اومد ایران، موقع جنگ بود، تاریکی و خاموشی های فرودگاه ها و اینها، بعد میگه وقتی رسیدم اونجا پاسدارو گفت مشروب داری؟ گفتم نه. گفت چی داری؟ گفتم، گفت دلاراتو در بیار بزن اینجا، دلارای اونم کشم. حالا شما دوتا انتخاب داری، اولا وقتی میذاری اونجا که نمیدونی چی میشه، بعد میگی خب بیا اینور، میری میری میری، بعد اون آخر پولاری که میخوان بهت بدن دلارات نیست، اصلا کسی نمیخواد بهت پول بده، شما میگی پولم چی شد؟ میگه کدوم پول؟ حالا دیگه بیا ثابتش کن. خود من 10 بار تو این فرودگاه رفتم، لپتاپم، تلفنم، کمربندم، کفشم، آدم یادش میره. تازه اینا نمیخوان ازت بدوزن، البته خود اینجا هم خیلی دزدی میشه، برید ببینید ویدیوهایی که توی فرودگاه‌های آمریکا دزدی میشه، به همین خاطر 7 دلار ازت میگیرن، شاید حالا بیشتر شده باشه. یک این پلاستیکایی هست که خوراک توش میذارن، بهش میگن فود رپ، میپیچن دورش، اونا معمولا طرف نمیره چاکش بزنه وازش کنه، میره دنبال اونی که آسون‌تره. عرب مروا دیدی بند میپیچن دور ساکشون، اینا معمولا دور اونا نمیرن، ولی دزدیای تو فرودگاه اینجا زیاده. تو ایران هم راجبش فیلم ساختن، راجبش خبرها پخش کردن. و باز میرسیم به این که چه باید کرد، کجا چه باید کرد.
توی دنیا. ساعت 3 بعد از ظهر با اجازه دوستان 60 دقیقه با سربی میریم سراغ فیسبوک و سراغ دیگر صحبت ها و ببینیم که اونا چی میگن. اگه بتونم من این ویدیوی مگر مردان چی کم دارن رو نشون بدم که راه رفتن یک آقایی رو که لباس زنونه پوشیده. What is your opinion؟ بذاریم ببینم اینه. نه اینه که اون روز نشون دادم، نمیدونم، متاسفانه جیمیل دو سه تا اشکال بزرگ داره. یکی به شما اجازه نمیده یک کسی رو بلاک کنی با وجودی که کلمه بلاک رو استفاده میکنی، یعنی جلوش رو بستم، ولی اون میاد میندازدش تو سطل آشغال. اون وقت نامه های جدید هم میره تو سطل آشغال، شما مجبوری هر روز سطل آشغال رو نگاه کنی یا اسپم رو نگاه کنی. اسپم یک کلمه برای چربی ها و ضایعات و اینا استفاده، زیادی های مال گوشت و اینا استفاده میکردن باش، اصلا یه قوطی های هم هست نشته اسپم. حالا اون وقتا میگفت ترش، بعد حالا میگم ترش چیزیه که شما خودت میریزی اونجا. بعد میگفتن جانک، جانک چیزای مثلا جانکیار، مثلا اوراقی، هی عوضش میکنن. در هر صورت این کارو نمیذاره انجام بده. یه چیز دیگه اینه که شما وقتی اینا رو میذاری توی فولدر، وقتی یکیشو میخونی میخوای اینو پاک کنی، نمیره سراغ دومی، برات میگردونه دوباره تو اون لیست فولدر و این اشکالای جیمیل هست. به همین خاطر من بعضی از این ایمیل ها رو امروز که اینجا هستم گم میکنم، فردا صبح دارم کار میکنم، این بوده که من نشون ندادم به شما. در صورت بذار ببینم که شفا در زیارت در دفتر خامنه ای چی میگذرد. در دفتر خامنه ای درباره ترامپ چه میگوید؟ شما اصلا نمیخواد کاری بکنی، نمیخواد جایی بری. آقای نوریزاده شب تا شب بهتون میگه، صبح تا صبح بهتون میگه که دیشب حتی زیر لحاف خامنه ای چه اتفاقی افتاده، و اونایی که میشینن حرف اینو گوش میدن من دلم براشون میسوزه که آقا خودت داری میگی سه نفر دیشب اونجا بودن، بعد شام خوردن، بعد رفتن، بعد خامنه ای بود و همسرش، ولی این اتفاقا افتاد. خب بذاری ببینم حقیقت کجاست، این رو هم براتون خوندم. بله، پاسخ تند دکتر زیبا کلام رو براتون خوندم، حالا نمیفهمیم چه باید کرد. جبهه ملی هم براتون خوندم، نشستن که هفتم آبان ماه برن پاسارگاد. پاسارگاد دوستان، تو رو خدا اونایی که شیرازی هستن اینجا بنویسن، بنویسن سنشون چند ساله، تا قبل از انقلاب چند بار رفتن پاسارگاد. ما که تازه وقتی مهمونی میمد باید میرفتیم تخت جمشید و نشونشون میدادیم، با مکافات و گریه و زاری بلند میشدیم میرفتیم این تخت جمشید نشون میدیم. کی میرفت دشت مرغاب؟ کی میرفت پاسارگاد؟ کی میرفت نقش رستم؟ یه جایی اینو زد و جشنای 2500 ساله. میدونید که ماجرای اینها هم 10 جا میخواستن بذارن، چون ایران اینقدر ماشاءالله پیشرفته بود که هتل نداشت. یکی از این نابغه هایی که با شاه بود گفت آقا ما یک کاری بکنیم کارستون. گفت چه کار کنیم؟ گفت چادر میاریم مثل هتل میزنیم اونجا، چه پولای خرج کردن بماند، چون سرش صحبته. گذشت و رفت و خوردن، نتیجهش هم شد کود بماند. آمدن توی این دشت یه جایی رو راه انداختن و اینها که ایرانیان نبودن اونجا، اصلا کارکنای دولت هم نبودن. و یکی از دلایلی که حکومت شاه پایین اومد و سقوط کرد همین بود که خبرنگارا گفتن خب تو این جشن رو گرفتی، مردم خودت کجا هستن؟ یه خبرنگار فرانسوی از اون جمعی که بود در رفت، رفت شمس‌آباد. برید بزنید ببینید چه عکسای اون موقع گرفت از شمس‌آباد، که بچه اون روز دیدید من نشونتون دادم تو تپاله گاو این هندیا بچه هاشونو میخوابونن که تبرک بشه. بچه داشت برای مرغ، میگن فضله مرغ، جالبه ها، فضله مرغ، فضله کبوتر، پشکل بره و بز، تپاله گاو و مال شطور چی میگن نمیدونم. بچه داشت اونجا بازی میکرد، نشون داد گفت آقا این چند قدمی اینجا، اینا توی چادرایی که نمیدونم چیزاش طلایی، خوراکا از پاریس میاد، آشپز از پاریس میاد، اون وقت خود ایرانی ها اینجوری هستن. اون وقت این جشن 2500 ساله شد تیشه‌ای که ریشه پادشاهی رو زد. حالا دوستان هی میان هی میگن اینجوری. خب حالا رفتن توی این دشت، نمیدونم هنوزم هتلی ساختن اونجا.
وسائلی برای مردم ساختن اونجا. شما که به مردم میگید بیاین اونجا، فکر ترافیک هستید، فکر نظم و دستشویی و تمیزی اونجا هستید. مردمی که از صبح میان تا عصر باید چی کار کنن؟ باید پوشک ببندن به خودشون، هم تو خودشون جیش کنن، تو خودشون مدفوع کنن، باید ساندویچ بیارن با خودشون بخورن برگردنن، یا بیان اونجا برن هر درختی که دیدن، درخت هم نیست، دشت، اصلا دشت مرغابه اسمش، یه دشت، طرف های مردشت و پاسارگاد و اینا، یه دشت بزرگی، همیشه هم بارون که میاد اونجا سیل میگیره، رودخونه پرخانی که رد میشی تا دو سه روز بعدش اونجا، من تو رودخونه پرخان شنا میکردم با این مارای سیاه که خشنگ میاد. اینا شمایی که اصلا نرفتی، کدوم سال شد مامان بابات بگن که ما امسال میخوان بریم دشت مرغاب، امسال عید میخوان بریم پاسارگاد؟ عید بلند میشدن میرفتن اهواز و خوزستان که گرم بود، شیراز هم اگه میمدن تو خیابونا و تو باغ ملی و اینها. حالا بلند میشیم تولد نمیدونم سال نو میریم فلان جا. خب برید مبارکتون باشه، پیروز هم که شدید من اولین کسی هم که بهتون تبریک میگم. ولی از این آقایونی که به شما از خارج میگن برید اونجا، از خانم رجبی که میگی برید اونجا، بگید خاله ما رفتیم، فرداش چی؟ آمریکایی‌ها یه چیزی دارن میگن then what، همین کلمه خب بعدش چی؟ دیدی شما میگی که بیا بریم دو تا پنیزار بدیم آب نبات بخریم، بعد به پسر عمود میگی که خب بعدش چی؟ میگی خب اینا رو میاریم میذاریم میفروشیم، یه تومن اون میشه سه تومن، فردا میریم، بعد میگی خب بعدش چی؟ یادش میره بگه که بابای تو یا بابای من میاد با لغت میزنه آب نبات ها، من این کارو کردم و رفتم خریدم به این امید که این آب نبات ها رو بفروشیم پولدار بشیم، بابام اومده زدتم پدر سگ، من میرم زحمت میکشم که شما آدم بشید، اومدی دست فروشی میکنی سر خیابون. این بعدش چی یادتون باشه از دوستان بپرسید. آقا بریم عرق بخوریم، یه ویدیویی برای من فرستادن، من باورم نمیشد شیرازی اینقدر احمق باشه، چالش عرق خوری تو قرن 21 یه عده برن بشینن دوربین بزنن از خودشون فیلم بگیرن این عرقا رو بخورن، چهار تاش کور بشه، چهار تاش استفراغ کنه، چهار تاش حالش بد بشه، چهار تای دیگه شون پاسدارا بیان بگیرن شلمقش بزنن. خب البته اینجوری که هر کسی رو میگیرن میره زندان، بعدم میاد اینجا میشه پیمان عارف، میشه اکبر گنجی، میشه باطبی، میشه فخرآور، زندان رفتن شده یه اعتباری، شده مثل پاسپورت، نمیدونم اصلا معیارا به هم خورده. باور کنید خود من بعضی وقتا متوجه میشم که اصلا این چیزایی که دارم فکر میکنم ضد نقیزه، ولی چجوری ربطش بدم نمیدونم. به نظر من حالا همین ترامپ احمق یه حرف خوبی راجع به چیز زده بود، این جان مکین وقتی گفتن قهرمان و اینا، گفت آقا این اسیر شده افتاده پایین اومدن گرفتنش، 5 سال و نیم هم تو زندان بوده، این کجاش قهرمانه؟ قهرمان اونه که مثلا حالا که داره میفته بره بزنه 4 تا رو بکشه بعدم میگنش قهرمانه، ولی این اسیر شده. حالا همین ترامپ احمق که میگه من از هوش سرشاری برخوردارم، من حافظه خوبی دارم، من باهوشترین و مستعدترین دانش آموز بودم تو مدرسه، که خود پدر سوخته دروغگوش تو کتاب نوشته که کلاس دوم مش زده تو چشم معلمش سیاه کرده، معلم موزیک، اوکی؟ حالا همین آقا نماینده آریزونا رو دیده بوده بعد قبل از انتخابات و بعد از انتخابات و اینها، بعد چند روز پیش گفت تا موقعی که این کتاب ننوشته بود من اصلا اینو نمیشناختم ندیدمش، فوری آمدن ویدیوهاشو گذاشتن که آقا تو باهاش حتی صحبت کردی، بهش گفتی مال آریزونا هستی، گفته بله ولی من اون یکی نیستم که دستگیر شدم، اسیر شدم، منظورش چون مکین هم مال آریزونا بود. خب ببینیم که ما اینجا دوستان چی داریم، مخالفین چی داریم. من خوشحال میشم وقتی که بیشتر مخالفین بیان صحبت کنن، ولی صحبت آقا خانم نظر من اینه، نظر شما اگه یه چیزی دیگه است، شما مثل آدم مثل انسان بیا نظرتو بگو. تو برنامه قبلی طرف اومده بود یه دوتا فوش داد و اینها، خانم ننسی ایران دوست، تیپا زدم در کونش، گفتم برو دیگه نمیخواد بری جراحی پول بدی قنبلت بزرگ بشه، همین تیپای قنبلتو بونگ بزنگ. خب جواب
آقای علی ترابی اینه، نوشته جناب سوربی، شازده رضا پهلوی گفت من در خودجوشی ملت دخالت نمی کنم. به چه معنیست؟ اولا من نمیدونم تو مغز پوسیده این چی میگذره، از خودش سوال کنید، از دفترش سوال کنید. اون موقع من چپ و راست تلفنشو میدادم بین اون، اون موقع خانم وفایی کار میکرد، جوابگو بود، الان فکر کنم اونم بازنشسته شده. رضا پهلوی هم اینقدر گدا و خسیس هست که دیگه کسی رو نیاورده اونجا. هر از وقتی میاد میشینه جلو لپتاپش، خیلی خوشحالم میلیون ها ایرانی دارن با من صحبت میکنن. حالا اولین ایمیل رو باز میکنم جواب میدم. ازش بپرس آقا منظور چیه؟ کدام جنبش خودجوشی؟ ملت اول جوشیدن اومدن بعد رهبر انتخاب کردن. یکی شما بگید مردم هندوستان خودشون جنبش نمک را انداختن رفتن، مردم آمریکا خودشون را افتادن رفتن. پس این نمیدونم مارتین لوتر کینگ، اون نمیدونم گاندی، اینا چی بودن؟ مردم کجا بود؟ چکسلواکی بود؟ لخ والسا بود؟ اینا وقتی اینجوری میگن دروغ میگن. البته یه چیزی رو راست میگه، چون کسی دنبالش نیست و میدونه اگه گفت آقا آقا اینجا میاد میاد، حالا شما کالیفرنیا هستی، با یکی آشنات میکنم جواد گلچین شیرازیه، هر وقت این میاد و میره اونا میاد، هر هنرمند هنرپیشه یه چیزی هم میمیره جواد گلچین هم صفحه اوله، خواننده خوبی هم هست، صداش خوبه، میاد کالیفرنیا تو 10 تا تلویزیون میگن شازده رضا پهلوی میاد جلو فدرال بیلدینگ، 200 نفر جمع نمیشن. این 200 نفری هم یعنی اون صدتایی هم که میبینید اونجا از رادیو تلویزیون ها اومدن، رادیو تلویزیون هایی که این پول داده توش تبلیغ کردن، حالا یه فیلمی بسازن، بعد میبینن کم شدن، از نزدیک فیلم برداری میکنن، کلوز شات، بعد هم میرن یه چلو کبابی میخورن میان. شازده رضا پهلوی جنبش های خودجوش یعنی چی؟ ازش سوال کنید، سوال خوبیه. خط ممتد، مرسی. سید یوسفی گفته با سلام، چیکار کنیم که کارمون خرابتر نشه؟ شما خودتون گفتید ما کارمون خرابه. همین که متوجه بشی کارت خرابه، خرابتر نمیشه. این ماشینه، شما اگه بدونی ماشینت پنچره چیکار میکنی؟ مطمئن میشی لاستیک زاپاست همیشه باد داره، درست؟ یه جا که رفتی پنچرگیریش میکنی، عوضش میکنی. ولی اگه ندونی، یا بدونی خودتو بزنی به ندونی، گفت آن کس که بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند، و آن کس که نداند که نداند. مشکل ما اینه بابا، قربونت برم من. این نوه ما، صدای منه که میشنوه اینجا، از اونجا میدوه میاد و کار ما رو خراب میکنه. بله برو بابا میام. خب این از این زیبا کلام چنین حرفی نزده. والا من نمیدونم. حالا اینم صحبت خیلی خوبیه، این آقای راستین حرف خوبی زدی. دیدی اونجا که من گفتم طرف گفته بود تو ایندیپندنت نوشته، من حتی با آقای محمد کرمی که دوستمون هست اطمینان نکردم. نه که به آقای محمد کرمی اطمینان نکردم، گفتم شاید اینم از یه جایی گرفته گذاشته اینجا. چیکار کردم؟ رفتم ایندیپندنت زدم اینجوری. حالا شما کاری که میتونید بکنید، اگه فیسبوک خودش داره، اگه وبسایتی داره خصوصی باش بزنید. و این روزا متاسفانه خبرای دروغ و اینها هر چی که دلت بخواد زیاده. چجوری میشه اینها رو اول تاییدشون کنیم بعد تاکیدشون کنیم؟ نمیدونم. قدیما میگفتن یه خبری که شما میشنوی باید با دو نفر سه نفر به اصطلاح رد و بدل کنی، اگه از دو تا مرجع شنیدی درسته اون وقت میتونی پخشش کنی. ولی حالا تا طرف میاد حتی حوصله نداره بخونه، اینجوری تق میزنه میگه بده بره به اون وری. خب بله، این دوستمون هادی در رابطه با دکتر که اسمش خدایا اجازه بدین، درباره عرفان حلقه و دکتر طاهری، ایشون باور داره که دکتر طاهری از دنیا رفته، ولی اونا میگن که نه، به اصطلاح وکیلش هنوز داره با دولت و دادستان و اینها کلکل میکنه. ایشون میگه وکیلش هم حتی با دولته. و اما فری گفته که وقتی مال باختگان به خیابانها ریخته، مردم دیگر همراهشان نشدن، پس این خودجوشی مردم را شازده رضا روی چه حساب میزنن؟ خدا پدرتو میامرز.
فری فکر کن شما آلمانی، نه از قول خودت اولا دانکیشون، بعدم از قول خودت برو چی میگن ایشلی بدیش آی لاو یو، برو خودت ماچ کن. بله همین، مگه 88 اینجا نریختن؟ خب مرد حسابی میمدی دو تو پیام میدادی میگفتید حالا که اومدی بیرون، حالا که این ماشین رفته روی چند نفر کشته شدن فلان، بشینید تو خیابونا نریم، من دارم میام. به یه آمریکا، به یه فرانسه، به یه کشوری هم میگفتی آقا یه هواپیما بده من میخوام برم، من گدا هستم پول هواپیما ندارم، بلند میشدی میرفتی اونجا. این بی عرضه از حخا بی عرضه تر بود، حخا دروغگو بود ولی اقلن یه عرضه‌ای داشت. آخه خود دروغ گفتن هم هنره، مثلا من اگر دروغگو خوبی نبودم 20 سال شما رو اینجوری همینجوری نگه نمیداشتم، هنره دروغ گفت. بله شما درست میگی، وقتی مال باختگان به خیابانها ریخته مردم دیگرها هم ببین اون مال باختگان یکم با شما بحث دارن، اینا کیا بودن که به جایی که پولشونو بذارن تو بانک ملی پولشونو گذاشتن تو بانک سربی و برادران، بیاین پولتان را در بانک سربی و برادران بذارید به شما 25% سود میدن. حالا همین قسمت حرف منو میبرن میذارن یه جایی میگن سربی و برادراش با پول جمهوری اسلامی بانک درست کردن 25% سود میده. رضا پهلوی این کاری کرده بود، آقازاده ها تو ایران بانک درست کردن به مردم میگن 25% 30% بهتون میدیم و مردم طماع، مردمی که به اقتصاد مملکتشون ضرر میزنن از خودش سوال نمیکنه منی که میخوام برم این 25% سود بگیرم این بانک میخواد چیکار کنه، سربی با پول من میخواد چیکار کنه. سربی پول منو میگیره 100 تومن، 100 تومن منو باید 10 تومنش خرج دفتر دستک کنه نگه داره، بعد بده به آقای فری رزمجو، بله، بعد بهش بگه که ببین اینو برو سال دیگه 150 تومن بیار بده به من که من 20 دلار 30 دلارش خودم بردارم یا تومن، باقیشو بدم به این که پول گذاشته. خود به خود چه کار کردیم من و شما؟ تورم 50% درست کردیم، یعنی خونه‌ای که شما رفتی خریدی 100 تومن سال دیگه باید بفروشی 150 تومن. خب تا فقط پول بانکو بدی، حالا میخوای یه سودی هم ببری میفروشی 170 تومن. پس چی؟ 70% 100% تورم. کی کمک کرد؟ اینایی که پولشونو گذاشتن. آقا از آمریکا که سیستم سرمایه‌داری و پولداری ما بهتر نیست که. این آقای مداف پولای آدمای خام طمع رو گفت بیان پول بذارید 80% بهتون سود میدم، بهش میگن پانزی اسکم. از این پول میگیره، اما پیتر رو راب کن به پال پول بده، اینجوری کلای اینو ورد سر اون بذار. بعد به طرف که پول میداد، طرف میگو که این 1 میلیون من شد 2 میلیون تو 6 ماه. میگو بله. میگو کجا سرمایه داری کرد؟ میگو یه شرکت سرمایه داری کردیم فلان. طرف میگو آقا نه نمیخوام این 2 میلیون رو برو بذار که 6 ماه دیگه بشه 4 میلیون. الان هم تو زندانه آقای مداف، برید بخونید راجبش، فیلم میشم ساختن. اون آقای کیه ایتالیایی که خال اینجاشه، اون نقش بازی کرده، خیلی هم نقش قشنگ بازی کرد، پسرش خودکشی کرد از دست بابا. اینا به بچه های خودشون هم رحم ندارن، به خانواده خودشون هم رحم ندارن. درباره ترامپ شارلاتانیزمشون اینها، آقای علی ترابی این 10-12 تا روانشناس و اینهایی که باهاش شریک بودن و کار میکردن قبلا، گفتن این اگه خونش آتیش بگیره خودش میزنه زن و بچه رو عقب در میره. اگه دریچه باز باشه، اون وقتا میگفتن میمونه تو حمام اگه گرم بود بچهشو میذاره میشینه روش. این اینجوریه. باش شما که مسیحی شدی میگی زنده با ترامپ؟ این ترامپ اصلا دشمن مسیحه. اگر شما به مسیح باور داشته باشی، شما اولین کسی هستی که باید بگی این کارهایی که ترامپ انجام میده غیر قانونیه، ولی شما متاسفانه میای میگی زنده با ترامپ. در هر صورت بله، اون مال باختگان با شما یک کمی مخالفم. خب حرف شما را قبول دارم و خودم نیز به عمل مردم به اصطلاح مال باخته اعتراض کردم، به خصوص شخصی که گفته بود من چند میلیارد تومان گذاشتم و وقتی ازش بپرسید که این پول را از کجا آوردی گفت سرمایه این بود که گذاشته بودم از سود بگیرم و من هم براش نوشتم عاقبت طمعکاری. باریکلا شما میخواست روش بگی آقا الان اقتصاد آمریکا استاکش 23,000 این داو جونز، من هیچ وقت هم نفهمیدم این استاک چی که هی میره بالا. آقا کارخونه کوکاکولا اینجاست، کارخونه آبجوسازی اینجاست، کارخونه فورد اینجاست،
اینا که دارن تو سرشون میزنن همه چی رو ارزان‌تر بفروشن، پس چه چیزی ارزشش رفته بالا که استاک شده 23,000 تا؟ این ترامپ احمق هم هر روز که میاد میگه تو این 9 ماهی که من بودم ببینید استاک چقدر رفته بالا. همین مملکتی که استاکش اینقدر رفته بالا، نگاه کنید چکینگ اکانتتون که اصلا بهتون سود نمیده، ماهی 10-15 دلار هم ازتون میگیره به شرطی که پولتون بالای 500 دلار باشه اونو میبخشه، بالای 1000 دلار باشه اونو میبخشه. حالا برید حساب پسنداز، یه پولی رو گذاشتی که آقا من امسال 100 دلار اضافه آوردم، این 100 دلار رو میخوام بذارم که سال دیگه بشه 103 دلار، اون چیزم که شده 103 دلار بخرمش. اینجوری نیست که زیرو، یعنی چقدر 0.1% میخوان بهت سود بدن. 0.1% یعنی 100 دلار که بذاری میشه 1 دلار، 0.1 میشه 1 پنی. 100 دلار اگه بذاری آخر سر 1 پنی بهت میدن، این پنی هم این برابر گم میشه. خب چجوریه اینا که خدای بانکینگ هستن به شما سود نمیدن، ولی شما میری تو ایران آخوندی که گفته اقتصاد مال خره، پولتو میدی دست بچه اون که برات بانک بذاره؟ خب معلومه پولتو میخوره میره. آقا شمایی که با آقا رضا کار میکردی، شمایی که محافظش بودی، شمایی که میدیدی این چجوری به اصطلاح اصلا بلد نیست دو تا چند تا میشه، پول حقوقت رو، سالها حقوقت رو میبری بهش میدی که برات بده، اون موقع 18% بوده. خب میخوره میکشه بالا. بعد این بدبخت بیچاره انصاری میگه آقا این پول مردم رو بده. خب خودتو پدر خودتو خواهرتو برا ما اینا که دارین اقلا شما ضرر کنید، اول پول خودشون میکشن بیرون به اونا میگن شما ضرر کردید. این ماجرای احمد علی مسعود انصاری با رضا پهلوی رو برید کتاباشو بخونید، همجوری هی نیا فوش بدین نون خورده نمکدون شکسته، یا خانم نیه میگه من اصلا از قیافه این بدم میاد. خب منم موام کوتاه کردم، خیلی‌ها گفتن از قیافه این بدم میاد، بعدش موام که بلند باشه میگن چقدر خوشتیپ، خب خوشش بیاد به من چه. موضوع قیافه نیست، موضوع داره یه ماجرا، یه مشکلی رو میگه. خب ببینیم که اون قسمت چی داریم. بله، و اما راویان اخبار و گویندگان هشدار رهبر ایران به نخست وزیر، بله، یک سیاستمدار برجسته است آقای بهروز کشاورز. واقعا اگر ایمان داری و اگه جوک نمیگی، شما برو جزء جنبش رضا پهلوی باش، برو روزا براش اعلامیه پخش کن، توی فیسبوک براش نفرات جمع کن، ولی نفراتو میخوای کجا جمع کنی؟ این که میگی من وایسادم مردم برن کار کنن، کاخ منو بگیرن، پرچم چیز کارپت قرمز بندازن، فرش قرمز بذارن من بیام، پس شما علاف هیچی هستی و به خودت داری دروغ میگی. آقا سیاستمدار برجسته، این کجا رفته سیاستمداری خونده؟ این اومده اینجا رفته کلاس خلبانی، چون بچه شاه هم بوده، آره خدا میدونه چه پروازی یا چه فلان. بعدم مدرسه که رفت کاراشو آقای حسین نصر و دیگران انجام میدادن، میگفتن این بیاد مدرسه جونش در خطره، بابا مامانش یه پولی داده بودن به این که چیه، یونیورسیتی آف ساوت کالیفرنیا یا هم چیزی از یو سی یه چیزی اینجوری. چی داری میگی آقا؟ کدوم مدرسه سیاست مداری رو خونده؟ چه سیاستی رو تا امروز اجرا کرده نتیجه داده؟ چرا اذیت میکنی؟ چرا شوخی میکنی؟ میگی آخرش هم میگه آقا من شوخی کردم، میخواستم وقت تو رو تلف کنم. خوب کاری کردی، ممنون. به نظر شما خطرناکترین رهبران کشور گفتم کیا هستن؟ میگه که این سلطان جوانک عربستان سعودی و این پیر خرفت آمریکا. و اما هشدار رهبر ایران به نخست وزیر عراق به آمریکایی‌ها اعتماد نکنید، این آقای رضا مشایخی هم روی فیسبوکش گذاشته، اگه خواستید همه جا هست، و خودتون رو بذارید جای کسای دیگه، جای رهبر کره. به یه همچین کسی اعتماد میکنید که اومده با این همه فایب به علاوه یک و کشورهای دیگه یه قراردادی رو امضا کردن، بعد از چند سال حالا اومده زده زیرش؟ خب به ضرر کی میشه؟ آخوندهای تون رو تو ایران خوشحالن، خامنه ای الان خوشحاله، خامنه ای به اونای دیگه میگه دیدید بهتون گفتم، به ظریف و اینا میگه دیدید من به شما گفتم. خب اگر خامنه ای خوشحاله، ترامپ به ضرر مردم ایران کار کرده. و دوست ما میگه اقلن این اولین کسی که گفت مردم جداست، میگم آقا کجا گفته؟ شما
شما انگلیسیت از من بدتره. تروریست نیشن، نه تروریست ملا، نه تروریست گاورمنت، تروریست نیشن یعنی ملت تروریست ایران. آخه به کلاغ گفتن منار، گفت که بابا یه چیزی بگو که جاش بشه بگنجه. خب ببینیم براتون تو این 30 دقیقه دیگه چیزی بگیم یا نه. اینجا برگردیم روی صفحه خودم و بله، افشاگری دیگری از ویکیلیکس علیه هیلری کلینتون در حد حاصل سالهای فلان، اجازه فروش شرکت اوریون وار. بله خب اوکی، اینو میدونم، چند روز گذاشتم میگن ولی من نمیدونم. آقای سوربی لطفاً با آقای مصطفی محمدی در مورد وضعیت دخترش مصاحبه کنید. چشم. ولی میدونید اینایی که جدا میشن یه چند ماهی با خودشون اول درگیری دارن. حالا این بنده خدا ساکن کانادا هست، اصلا سیتیزن کانادا هست، میتونه بره بیاد. اونای دیگه بعضی هاشون اصلا نمیدونن چه کار کنن. یه چیزی بگیم سازمان مجاهدین با اون بد بشه، یه چیزی بگیم خانواده اون با اون بد بشه، یه مدتی توی دوران برزخ زندگی میکنن. مثل اینایی که ترک کردن، وقتی ترک میکنن میگن از محیط و اینا باید دور باشن. احتمالاً اون خانم سمیه هم همینه. الان مجاهدین هی دارن زور میزنن میگن خانم سمیه امروز هم گفت من تا بمیرم با شما هستم. خب برای که این هروئین هنوز تو رگشه، نه خانم سمیه معتاده، دارم مثال میزنم، بذار 4 روز دیگه ریهبش تموم بشه، بعدن میفهمه ای بابا من کجا بودم، چه بی احترامی به پدر و مادرم کردم و این پدر من جونش رو کف دستش گذاشته، اومده زدنش، زخمی شده، تو آمبولانس انداختنش. اون وقت شرمنده میشه، میاد اون وقت برمیگرده میگه اینجور اینجور، این نوشته من نبود، این فیلم من نبود، این ویدیوی من نبود و الی آخر. سب بدید میاد. بله، زبان ایرانی توی پرانتز فارسی بزرگترین افتخارش که ایرانیان مو را میکنند، شعر را میکنند. آها، میگه زبان ایرانی فارسی بزرگترین افتخارش کلمه کردن است، که ما شیرازی ها میگیم کردن و کردن درسته، چون شما نمیگید کردار نیک، میگید کردار نیک، به کردار نیک، به گفتار نیک. و ایرانیان هستن، ایرانیان موو را میکنند، ایرانیان شعر را میکنند، سیرو میکنند، دیگران کردن ها که افتخار زبان ایرانی است. آفرین به انجام دادن کاری که فعلش کردن باشه. یه جوکی براتون بگم، شاید هم شنیده باشه. میگن طرف رفت برادرش از فرودگاه سوار کرد، داشت میبرد. خب وقتی داشت میبرد، حالا دیگه نمیشه از زرتی ازش بپرسی ایران چه خبره، همه دیگه میدونن. هی که راش میرفت تو این خیابون وست، چیز وست بوده مال کالیفرنیا و اینا، هی گفت که این آقا رو میبینی، این آقا رفت رستوران سو کرد اینجا رو گرفت، این آقا میبینی رفت طلافروشی رو سو کرد اینجا رو گرفت، این ساختمون چند طبقه رو میبینی، آقای فلانی هنرپیشه داریم و هنرپیشه رفت شرکت کتاب سو کرده، خواننده رفت شرکت کتاب سو کرده این سا. بعد گفت که اینجا پر از چلو کبابیه، حالا دوست داری بریم چلو کبابی یا چون از ایران اومدی میخوایم بریم همبرگر و آمریکایی اینا بخوریم؟ گفت نه آقا من غلط کنم خوراک بخورم، شما اول برو بریم این سو رو پیدا کنیم من بکنم تا منم مثل اینا پولدار بشم. بله شما درست میگی، این کلمه کرده. آقای سوربی قابل ذکر است که پولای از بین نرفته، بلکه بر اساس فرمایش شما این مؤسسات در املاک مستغلات سرمایه گذاری کردن، یک دفعه بر اساس شایعات غیر مردم میریزن پولایشان میخورن. آن که کمبود نقدگی و نقدینگی و عدم ساپورت و پشتیبانی و عدم زمان جهت فروش املاک و اینها موجب این موارد میگردن. این آقای یوسفی گفته، من نمیدونم ولی میدونم مثلا بنیاد مهر گویا اومده میخواست خونهای ارزون قیمت درست کنه، بعد یه دفعه مسکی میگن 300,000 خونه گم شده. خب تو کشوری که دکل نفت گم میشه، لابد برای اون دکل نفت خونه هم باید گم بشه تا یه شهری که میخوان بسازن این 300 تا خونه، 300,000، البته 300,000 خونه یه دفعه خواستن بسازن، اینم به نظر بعید میاد. ولی ببینید وقتی دوزی میشه
وقتی هی هرس میزنن بزرگتر 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 بیشتر، من نمیدونم چون در این مورد نمیدونم اجازه بده چیزی نگم. اگه کسی اطلاعات بهتری داره یا پیام بذاره یا برنامه بذاره، از چهارشنبه هفته آینده ساعت 4 بعد از ظهر با یک دوست یهودی خواهیم بود که ایشون هم شوخه هم سخنوره، سالها هست که من و این با هم صحبت میکنیم، سالهاست که ایشون میخواد برنامه بذاره و هر روزی به یه دلیلی نتونسته، این بار عزمش رو جذب کرده و امیدوارم چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر من و اون یا اون با شما باشه یا من و اون و شما باشیم، ما باشیم. آقای کاووسی، وقتی یکی میگه کارمون خیلی خرابه، یعنی کار من، کار این آقای یوسفی، کار این آقای راستین، شما هم کارت خرابه. اگه کارت خراب نیست شما بگو کار ما خراب نیست، چرا به من میخوای دعوا کنی؟ من میگم آقا من میخوام اینجا حزب خران درست کنم. دیدید حزب خران دموکرات دیگه، حزب خران اصلا علامتش هم حزب خران، ما بلد نبودیم نمیفهمیدیم آقا این حزب خران لابد کارگران زحمتکش ها اینا، اون یکی حزب فیل، فیل یواش راه میره ولی نمیدونم در صورت اون ریپابلیکن. شما نمیتونی به من بگی آقا خر نباش، شما نیا تو این حزب، برو توی حزب دیگه باز کن، حزب رستم باز کن، حزب آورشان باز کن، حزب تنبک زنان باز کن. من نمیدونم اصلا شما مشکلت چیه. گاهی وقتا یه دفعه یه روزی میخوای به یکی پیله کنی. اگه این دوستایی که معمولا خانمایی که با خانمای دیگه بدن، دوست سعید کاووسی هستن، اگه اینا نباشن سر کار باشن و اینها، سعید سعی میکنه یکی از این دوستان رو گیر بیاره بهش پیله کنه. میگم آقا من جواب شما رو دادم، کارمون خیلی خرابه، یعنی من و این آقای چی بگم، مثلا کی بگیم که یه وقت اون بدش نیاد، هر کی، اینا کارشون خرابه مثل من اومدن اینجا، شما که کار درسته باعث بیرون، مثل که ما بگیم ما والیبالیستا، بعد شما بیای بگی من والیبالیست نیستم، بگیم خب وایسا بیرون، بگی نه شما هم نباید والیبال بازی کن. میگی ما ایرانی ها دست به زور گفتنمون خیلی خوبه. دنبال اون نوشته این دوستون میگردم که سیاست مدار خوبیه. این مشکل فیسبوک دوستان، نگاه کنید من الان به شما این صفحه رو نشون میدم، کامرای دو و اون دوستمونم ببینه، من روی این کامپیوتر کوچیکی که فقط داره فیلم رو رله میکنه نوشته شما رو دیدم رفت، بعد حالا که میخوام بخونمش نیست. ببین این ویدیویی که مال منه، الان مال صفحه خودم هم هست، میبینی اینجا نوشته سوربی، درسته؟ یا ببرنش بالاتر که ببینیش، اجازه بده. میبینی اینجا نوشته سوربی، اوکی؟ میام پایین نگاه کنید، مثلا من مهدی راستین نوشته و دیگه هم نمیبینم که مثلا نوشته باشه ویو مور، ولی برنامه که تعطیل میشه یه دم اینم اینجا نوشته 29 مور، نمیدونم اینم دلیلش چیه. در صورت اینم یه اشکال دیگه است که شاید از شما خواهش کنم، شما که دسترسی به چیز دارین، به اینترنت و اینها، با ایمیل برای من بفرستید و من با ایمیل خیلی خوب ریل تایم به قول معروف right away هم موقع میگفتیم و جواب میدادیم و اینها، و بعضی از ایمیل ها رو هم باز میذاشتیم، مثلا سعید اگه یه اینفورمیشنی بود یا چیزی بود، همین شما که نشتی خط ممتد، اگه اونم گیر این چیز افتاده بود رفته بود اون زیر پیدا نمیشد. این ماجرای زیر رفتن و پشت رفتن اینها من همیشه مثال زدم، مثالم هم این بوده، گفتم که فیسبوک مثل اینه، شما یه صفحه اول مینویسی، این صفحه که پر شد صفحه دوم میاری مینویسی میذاری، صفحه سوم، صفحه چهارم، پنجم، بعد که میخوای اونو نگاه کنی اون صفحه‌ای بوده که اول نوشتی رفته زیر، حالا باید بدونی کجا هست، بلد باشی چجوری اینو پیدا کنی. یه کمی مشکل ما هم که همه ماشاءالله پیروپاتال و البته شنیدید که میگن هنوز هم بخار از دود از کنده بلند میشه، بعد جوونا ما رو مسخره میکنن میگن بخار هم از فلان چی بلند میشه دیگه، اصلا خدا بگم چیکار کنم شماها رو که ما را بی تربیت کردیم، والله ما بی تربیت نبودیم. آها این دوستمون آقای مرحمتی که هم سخنوره هم شاعره، راجب استیو جابز یه ویدیویی هست نوشته بود با زیرنویس انگلیسی که استیو جاب پدرش سوریه‌ای بوده و حالا یا به دلیل اینکه بچه نمیخواستن یا جوان بودن پول نداشتن بچه رو میذارن برای اداپشن،
اداپشن به ایرانی چی میگیم؟ برای یکی بیاد سرپرستی کنه، میذارن والدینی که بچه ندارن بیان بگیرن، یه خانواده میاد میگیره و این پدره میگه این ما نه پولی میخوایم بابتش، نه چیزی که مثل بچه فروشی نباشه، شما فقط به من قول بدید که اینو میفرستید دانشگاه. اونا هم قبول میکنن، ولی استیو جابز وقتی میره دانشگاه دراپ آوت، یعنی ول میکنه میاد بیرون. شادم حتی به یادم نمیاد، چون هم بیل گیت دراپ آوت هست، هم استیو جاب، هم انیشتین. پس شما اگه رفتی دانشگاه، حالا دکترا شدی، بعد آقای کابوسی میاد میگه آقا این دکترا نمیتونن با مردم بازی کنن تو خیابون فلان، برای که همش سرشون تو کتاب بوده، ناراحت نشو. اینایی که آمدن موفق شدن، بعضی هاشون دید آقا اصلا این درسایی که اینا میگن به درد این نمیخوره، بلند شد رفت دنبال اون قسمتی که فکرش بود، هدفش بود. بعد به این گفتم البته شما فکر نکن که استیو جاب حالا خدا هست. استیو جاب با همسرش مشکل پیدا میکنه، جدا میشه، خرج دخترش رو نمیده. حتی موقعی که پولدار بوده، مخارج دخترش نمیده. بعدم سعی میکنه که با دخترش به اصطلاح دوست باشه، رفیق باشه و اینها. فیلمش هست به صورت مستند، اگه خواستید ببینید. ولی بیچاره فکر کنم 50 سالش بود که مرد. و اگر آقای بیل گیت یه بار اینو از ورشکستگی نجات نداده بود، بیل گیتی که باهاش رقیب بود، ولی ببینید آمریکایی‌ها چقدر خوبه، پول داد به رقیب خودش، گفت حالا که تو افتادی من لگدت نمیزنم، این پول رو هم بگیر را بنداز، و اون پول رو که گرفت اون کامپیوتر اپل و فلان اینا دیگه داستان شما میدونید. ممنونم از آقای مرحمتی عزیز که ایشون همیشه به ما لطف و مرحمت داشته، و من هنوز دارم دنبال اون ویدیویی میگردم که نشون میده مردا از بچه‌ها چی کم، از خانم‌ها چی کم دارن، یا بچه دزدی در حضور پدر. بله این هم از این. در دفتر خامنه‌ای درباره ترامپ چه میگوین؟ هر چی میخوان بگن. حالا این خیلی مهمه. عامل فشار به خانواده ستار بهشتی به اتهام مفاسد کلان مالی بازداشت. دیدی میگه دلم از این خرابی ها بود خوش، خرابی تا بدانجا که روزی آباد میگردد، یا خرابی تا بدانجا کاباد میگردد. اوکی؟ این کسی که فشار به خانواده ستار بهشتی، لابد از بین رفتنش، جوان 30 چند ساله‌ای بوده ها، کارگری که زحمت میکشیده، حالا خودش افتاده تو دام خودشون. و اینا وقتی میافتن تو دام خودشون، طرف رو زودتر از بین میبرن، چون میدونه گندای دیگه شونه میخوان. مثلا الان ماجرای بابک زنجانی هنوز ماجرای اعدامش به اصطلاح انجام نشده، چون روحانی گفت اعدام این چه فایده ای داره، پولای مردم رو که بر نمیگردونه. احتمالا روحانی تنها کسی بوده که با این شریک و سهیم نبوده. یادتونه اون شهرام جزائری به همه آخونده پول داده بود، به همه و هر جا میرفت، اونم یه 15 سالی رفت زندان و اومد، الان هم از خبری نیست. اینم از این ماجرا. ببینم مشایخی برامون نوشته به نقل از بی بی سی دولت، نه این خوندم اون روز، من دارم دنبال اون مگر ما مردا چی کم داریم که آیا از این موضوع خبر دارید. این بنیاد علوی برای دوستم نوشتم که این مال قبلن بوده، اگر جدیدن بنیاد علوی خبری هست، چون تا آخرین خبر اینه که فعلا آمریکا گرفتتش، نمیدونم جز اون چیزایی که آزاد کردن، جز اون پولی که دادن به ایران، بنیاد علوی هم بوده یا نه، ولی خبر جدیدی ندارم. اگر خبر جدیدی هست لطف کنید بهم بگید. علی نوشته که سوربی جان نوه گلت صداش درآمد، بهتره یک ویدیو پخش کنی چند دقیقه بروید پیش نوه عزیز دا. ببین اون ضرور مسئله هست که میگه جدایی جا جن نیفتد دوست، قدر دوست که داند شکست استخوان، داند بهای مومیای رو. علی نوه داره، میدونه که عشق نوه چیه. خیلی ممنون. من قبل از اینکه بخوابه باهاش بودم و حالا میرم چشم بهش سر میزنم، ولی بهترین نصیحتی که توی این 20 سالی که من برنامه دارم اینه که آقا ما رو ول کن برو به 90 برس. مرسی، متشکرم، خبر بده ببینیم اون پولت پیدا شد یا نه. و اما اینم باز خوندم براتون که سفر ترامپ به آسیا ممکنه عوضش کنه، و
پیامی که اون روز بهتون گفتم فکر کنم این باشه. بذارید ببینم یک لحظه. سلام عرض میکنم آقای سوربی، من این پیام خصوصی برای خود. آها، ایشون درباره سال 2006 که یه نفر آمده در برنامه‌های تلویزیون مردم درباره دین کلیمی و یهودیت و استر و اون پادشاه ایران و اون وزیر و اینها مردخای کی صحبت کرده. والا ببخشید من اینو میگم، من بعضی وقتا یادم نمیاد که صبحونه چی خوردم. همین الان که دارم به شما میگم الان یادم نمیاد نهار چی خوردم. به احتمال زیاد نهار نخوردم. دلیلی که من نهار نمیخورم این رسمه تو کار رادیو تلویزیون، میگن گوینده باید مثل تنبک شکمش خالی باشه تا صداش در بیاد، اگه نه میشه مثل جبهه ملی. براتون گفتم ماجرای جبهه ملی رو سالها پیش ما گشتیم کجا بریم و اینا، وقتی احساس غربت کردیم این حکومت کارگری دیدم، طرف دکتر فلانی کارگران، میگم آقا تو یه روز تو عمرت کارگری نکردی، این نمیدونم مجاهدین هستن، گفتم نه با مجاهدین کارشون خراب، این کیه این کیه این 16 است اون فلانه. دیدیم جبهه ملی اینجا 4 تا آدم میره داخلش، دکتر اقتداری، دکتر انواری و آقای تهرانی و اینها، دکتر بهار بود و اینها. ما گفتیم خب میایم اینجا و رفتیم یه چند جلسه، چشمتون روز بعد نبینیم. خب ما میرفتیم مثلا ساعت 5 و نیم 6 که برسیم سر موقع، طبق معمول این دوستان دیر می اومدن از سر کارشون، تازه میرفتن چلو کبابی، اون بغلش هم چلو کبابی نایب بود، چلو کباب میخوردن می اومدن. بعد خودتون میدونید که حالا اصلا اونایی که گیاهخوارن میگن ماها که گوشت میخوریم مرده خوریم، و درست میگن، مرده رو داریم میخوریم دیگه، حالا گوشت بعد و بو میده، حالا بو گوشت بره که دیگه وا مصیبت، اون دیگه بدترش میکنه، و همین خاطر پیازش میزنن، زردچوبش میزنن اینها. و وقتی ما این برنامه شروع میشد مثلا من مینشستم اینجا میدیدم آقا طرف از اونجا اینجوری، اصلا یه ویدیوی پخش کردم آقای چمنارا با یه آقای صحبت میکرد، شکمشو نمیتونست دیگه دولا کنه، ببخشید فکر که اگه دولا کنه از عقب گرد تو بهتر میزنی بیاد بستانه بزنه. خلاصه بعد ماشاءالله آروغ میزدن، این بوی گند کباب و کباب بوش خوبه، خوشمزه است وقتی گرسنه هستی، ولی وقتی یکی خورده حالا با پوی پیاز نمیدونم اینا آروغ میزنه، اصلا شما فکر کنی رفتی افتادی توی چای مسترا. اون وقت اینا جبهه ملی اینجا بودن، با همه اینا ما ساختیم، فکر کنی چی شد؟ جبهه ملی که 14-15 نفر بودن دو قسمت شدن، شد شعبه مریلند شعبه ویرجینیا. گفتم چی از این رودخونه میترسید برید این ور اون ور؟ یه رودخونه جبهه ملی رو قطع کرد. گفتیم بابا جبهه ملی اگر اینه من صلبم دیگه، ما نخواستیم طلا بشیم، مرحمت فرموده ما را مس کنید، ول کردم اومدم. درباره این نمیدونم، ولی اگه به من بگید سوال شما چیه، مشکلتون چیه، مشکلتون با تاریخ، مشکلتون با تورات، مشکلتون با راست و دروغ بودن تورات یا گفته های مسلمانان یا گفته های یهودی هاست، این دوستی هم که داره میاد چهارشنبه کلیمیه، ممکنه از این هم سوال کنیم به اون بگه. ولی به من بگید که درباره این صحبت میکرده، ما انقدر دوستا داشتیم الان دشمن شدن، دشمن داشتیم دوست شده، مخالف داشتیم آشنا شده، همچی که خوب شده مرده رفته پیر شده. نمیدونم حقیقتا درباره چه کسی و چه برنامه‌ای صحبت میکنید. من دنبال این دوتا ویدیو هم فشن اینم نشون دادم، فشن اسلامی جای خودشو باز کرده، اون بچه که گریه میکرد و تکنیک جدید رو نشون دادم، پلیس دبی با دوچرخه نشون دادم، ثروت و اطلاعات دو بازی مافیای قدرت در ایران، اینم اینا که میندسن دیگه برای ما میندسن. آها، فیلتر ملی یا میلی، اینم اگه بتونم براتون پیدا کنم. بعد این دوستمون آقای پتیک نوشته که احمدی نژاد 1,150,000,000 دلار دزدیده، گفتن باید پس بدی، گفته باشه، ماهی 200,000 تومان یعنی 9 دلار پس میدن. این مردم ساده هم میگن ببین چه آدم خوبیه، شخصی 1,000 دلار بدهکار بود و نمیداد، طلبکار گفت تخفیف بدم شاید داد پول رو، گفت آقا 50 دلارش کم کن و بده، گفت میدم، خبری نشد، گفت آقا 50 تای دیگرش هم کم کن
900 دلار بده. گفت میدم. چند مدت گذشت نداد، انقدر اومد پایین تا رسید به 500 دلار و بدهکار یک پنی هم به این نداد. طلبکار عصبانی شد، گفت بابا 50 تا دیگه کم کن، 450 دلار بده. بعد بدهکار گفت آقا چرا عصبانی میشی؟ منطقت کجا رفته؟ من که دارم خورد خورد میدم. 1000 دلار بهت بدهکار بودم، الان شده 450 دلار. خیلی ممنون آقای پتیک. بله واقعا همین جوریه. بله پول ردش پیدا شده بود ولی به دست ما هنوز نرسیده بود، یا شرکت فلان یا کاریابی دو تا کارت بانکی درست کرده بوده یا یک شماره. خب این تجربه خوبی شد، یعنی مثل میری واکسن میزنی مال فلو، یه تب لیم، شیرازی ها ملایم میگن لیم، یه تب لیم میکنی، این یه ترس لیمی بهتون داد. تو قسمت اینترنت و بانکینگ و اینها خیلی مواظب باشین، سعی کنید کارایی که اونا مسئولیتش، حتی اگر یک کسی شب شما خوابی اومد تو کامپیوتر شما از بانکت پول زد، بانکت مسئول باشه، اون حسابا رو داشته باش. بهترینش هم اینه تو اون محلی که هستی از دوستانتون، تو اون کلیسایی که هستی از هم کلیسایی‌ها سوال کن چه بانکی اینجا اینجوریه مورد اطمینانه و الی آخر. بعضی بانکای کوچولو بهتر هستن، بانکای بزرگ انقدر بزرگ شدن دیگه من و شما براشون مهم نیستن. اون ویلز فارگو بود که اصلا هی میلیون‌ها جریمهش میکنن، این خیالش هم نیست، میگه مثل این اونی که شما برای هر مشتری از من یه دلار بگی، مهم نیست، من از هر مشتری دارم ماهی 100 دلار 300 دلار 200 دلار میسازم. اینم از این. خب ببینم که این نوشتر، آهان، این یک مهمونی عرب ها هست که من اون روز تو برنامه گفتم ولی ویدیوشو نشون ندادم، ولی این بیننده های باهوش یقه منو گرفتن، گفتن آقای سوربی همون موقع که اعلام نمی کردی بهتر بود، از بالا شروع می کردی، می گفتی، می مدی، هر چیزی هم بود نشون ما می دادی، حالا اعلام می کنی نشونمون نمی دی، تو خماری ما رو می زنیم. آیا عمدن این کار می کنید؟ والا بلا نه. ما ماجرای ملا نصرالدین رو براتون بگم و خرش و پسرش، اینا داشتن می رفتن، گفت که ملا گفت که من میشینم پسر این خر رو بگیر بریم مثلا مدرسه، داشت میرفت سر کوچه اولی یکی اومد گفت آخه ملا بی انصاف، تو پیرمرد با این هیکلت نشستی با این شکمت، این بچه را بره؟ گفت خب چه کار کنم؟ گفت خب دوتاتون سوارش. بچه هم گفت بی بشین بالا. رفت اون ورتر کوچه دومی، یکی بهش گفت آخه ملا بی انصاف، این خر زبون بسته، تو و بچت سوارش شدی، ظلم هم یه حدی داره. گفت خب چیکار کنم؟ گفت تو پیاده شو بچت چیز کن. را افتاد رفت اون ورته، این حال شد سه حالت، حالا ملا پیاده است، بچه سواره، قبلش ملا و بچه سوار بودن، قبلش ملا سوار بودن، این سه حال. رفت اون ورته یکی مسخرش که گفت ملا به من میگفتن تو احمقی ها، ولی من باورم نمیشد تا امروز، آخه مرد حسابی تو با این سنه، با این احترام، با این ریشه، تو باید پیاده را بری، بچت به این جوونی به این قدرت باید سوار خر باشه. ملا بچه هرم آورد پایین، دوتاشون پیاده همراه خره رفتن. کوچه پنجمی که رسیدن قاه قاه بازار شروع کرد خندیدن، همه گفتن نگاه کن ما گفتیم این ملا احمق و نادانه ها، خر داره ولی نه خودش سواره نه ملا سواره. حالا این ماجرای اینه، ما میایم برنامه میذاریم، پتیک عزیز میگه آقا به من بگو چی میخوای نشون بدی من ببینم وایسم یا برم، اون کارو میکنیم یادمون بره نشون بدیم. دوست دیگه میاد میگه آقا گفتی ما رو تو خماری گذاشتی. نمیدونم واقعا چیکار کنم. و جمعه است، بذارید که این مهمونی رو ببینیم. این مهمونی یادم وقتا باغ چی بود، آسیاب ستایی، یادته؟ حالا سنگاش شنیدم آوردن بیرون، آسیاب ستایی، آسیاب شیخ، آسیاب قوام، اینا آسیاب بود تو شیراز، مردم هم میرفتن اونجا. حالا این صداش هم عربیه ولی خب ببینیم و بشنویم. منم یه جرعه آب به سلامتی شما بنوشم. سنگایی دارم میکشن میارم، چیه نونه اینا؟
بشر سر سرعت شو بیشتر کنم. پس این سرعتش تقریبا یه برابر و نیمه. خب گوشتار هم ریختن اینجا و حالا جالب اینه که این گوشتا و اینا چیه؟ حسیر پلاستیکی اینا رو پهن کردن رو این، بعدم میاد یکی یکی ببینید چجوری میذاره توی دامن، میگن دیگه نه خب این لباسشون اینا بعد باید برن بشورن کثیف میشه چیه، یا اینم یه حالت تبرک. دوستمون نوشته ببین اینا تو قرن بیستم این کارو میکنن، اینم نونه به اینا میده. من فکر کنم آجره، میگفتن آجر برای چیه، که من برای این دوستم نوشتم قرنم قرن 21مه. حالا اگه این ویدیو مال قبلا بوده بماند. بعد این دوستمون گفته بود که ببین 1400 سال پیش چه کار میکنه. همین الان تو آمریکا شما این رستوران مراکشی ها وقتی میری نه قاشقی هست نه چنگالی هست، آفتابه و لگن میارن دست باید بشوری، 10 نفر آدم دور میز میشینن، یه تشت بزرگ، یه معجومه، یه سینی بزرگ تو شیراز میگن معجومه، میذارن هر کسی از یه طرفش باید بخوره، چه چه و به به هم میکنن میان بیرون. رستوران چاینیزا میری دو تا قاشق بهت میدن باید بخوری، که خیلی خوبه، بی خود نیست چاینیزا لاغر موندن، برای که انقدر مشکل با این ورداری. البته دیگه ما تمرین کردیم بلدیم، و اونا هم یه جور دیگه میخورن، اونا کاسه رو میارن نزدیکشون با این مثل بیل استفاده میکنن میریزن تو دهنشون. البته یه فیلمی نشون میداد، میدونید که ویتنامی ها و اینا که میان اینجا خانواده هاشون یا یه سازمان هایی چندین ماه بهشون آموزش میدن، آموزش رفت و آمد و معاشرت در آمریکا، خوراک خوردن در رستوران ها و اینها، اینجوری هوف نکشین. بعد گفت که با همه اینا باز رعایت نمیکنن، وقتی میخوان قهوه بخورن، چای بخورن، میخوان خوراک بخورن، آب بخورن، اینجوری میکنن. گوش کنیم، دلیلش اینه که وقتی این کارو میکنن تمام بزاق چشایی دهنشون مزه این آب، سوپ، آب گوش رو میفهمه و اونا از خوراک بیشتر لذت میبرن. وقتی هم با این چیزا خوراک میخورن یواشتر میخورن، میجوون، مثل ما آمریکایی‌ها نیست که یه همبرگری رو با 4 تا دندون بزنیم تموم کنیم، بعد چون دلمونم در میگیره، معدمون در میگیره، یه نوشابه هم بریزیم روش پر شکر و وا مصیبت ها. ببینیم که این چی میگه. ملاهای ایرانی بالای منبع میگوین که به زودی اسلام دنیا را خواهد گرفت، فعلا که غرب و اسلام اینترنت را تسخیر کرده، همش رقص عربی، برنامه‌های مزخرف غرب عربی، بله یا غربی هر چی نوشتین. این آقای دانشمند رو بالاخره پیدا کردم، که ببینیم این آقای دانشمند که این حرفا رو میزنه ایشون هم مثل موومنت های اینجا چرا عمل نمیکنه، چرا به مردم نمیگه چه باید کرد. با هم میشنویم آقای دانشمند رو. تلویزیون همیشه مافیایی بوده و هست و من سیستم صدا و سیما رو قبول ندارم، چون میلی هست، راستی ملی نیست، صدا و سیمای میلی است. یه عده خاص نشستن با یه تفکرات خاص، برای همین میبینید روز به روز داره آمار بینندگان تلویزیون پایین میاد، به خاطر اینکه 100 تا فیلتر گذاشتن. و ای کاش این فیلترها فیلترهای عاقلانه منطقی. آقایون فکر کنن خدا، نه شما خدا نیست، شما یه فرعون کوچولوی هستید که فکر ولی من اگر جا آقای رامبد جوان بودم محدودیت برای برنامه من. این مرضی که توی ایرانی ها هست پشت ویدیوها موزیک میذارن رو من نمیفهم. یه چیزی داریم به نام موزیک متن، مثلا یه ماشینی داره میره یه موزیک ملایمی میذاره، یه کسی داره را میره یه موزیک ملایم میذاره، ولی وقتی یک کسی داره ور میزنه، حرف میزنه، که دیگه موزیک نباید پشتش باشه. اجاب میگردم که اینجوری زدگی ایجاد نشه. وقتی برنامه ها زیاد شد آبکی میشه، آقایون هم مجبورن آب توش کنن. آقا مگه مجبوری هر شب برنامه اجرا کنی؟ هفته یک شب درست، ولی حالا چرا اینقدر اصرار دارن هر شب دیده بشن ولو فوش بخورن؟ من دیدم کامنت ها رو. امر به معروف اون اصولی نیست، نهی از منکر اون اصولی نیست. اگر امر معروف و نهی از منکر ما اصولی بود، بعد از 40 سال که از انقلاب گذشته و این همه ستا بود امر به معروف و نهی از منکر، ما این همه آمار فساد
و فحشا نداشتیم. بابا بدبختیم به خدا، بیچاره ایم. این چیزا تو کلیسا نیست، ما خیلی بیچاره. این اسلام گرفتار آخوندا شده، گرفتار مدده ها شده، گرفتار هیئت امنا شده، گرفتار نمازخونه ها مسجدی ها شده، گرفتار هیئتی ها شده، گرفتار ماست. واقعا اسیر دست ما آخوندا این اسلام نام. هیچ چیز جدیدی ایشون به من گفت یا به شما گفت؟ همه اینو که ما میدونیم دوست عزیز، ولی من و شما میتونیم چه کار کنیم؟ وقتی یه آخوندی از خودشونه بازیش نمیدن میاد شکایت میکنه، من و شمایی که هیچ قدرتی نداریم میتونیم چه کار کنیم؟ اتفاقا این دوستی که اینو فرستاده خودش سالها تو کار رادیو تلویزیون ایران بوده. مردم میتونن بیان بریزن که دلو خیال بگن آقا هر شب دانشمند باید بیاد. خود این که میگه هر شب نباید بیان، ایشون تنها اشکالش اینه که بهش سهمیه کم میدن. اگر سهمیه بهش بدن خفه میشه. That's it. خب آقای سوروی حرف مرا گفتی، چرا اصرار دارن ایرانیان موزیک روی ویدیو پخش کنن؟ ایشون هیپوکرات هست. خیلی ممنون. این دوستمون کتی خانم هیپوکرات، کسایی که یه چیزی میگن ولی عمل نمی کنن. یا اینجا یه چیزی میگه اونجا یه چیز دیگه میگه. مثلا ترامپ هیپوکرات. هیپوکراسی هم همین ماجرایی که چیزای مثل دبل استاندارد یا یک بام و دو هوا، این همینه. هیچ چیزی به شما و من نمیگه، هیچ چیز جدید. خیلی خوشحالم فعلا دانشمند رو بهتون نشون دادم. دو تا ویدیوی دیگه مونده که باید پیداش کنم. بچه دزدی در حضور پدر، مگر مردان چی کم دارن؟ فکر کنم آها اینم پیدا شد که ما امروز جمعه بدهکار به شما نباشیم، شما هم سعی کنیم بدهکار به تلویزیون مردم نباشید، حمایت کنید. پنجم ماه آبان، تولد شاه دیروز بود، خجالت بکشید، حمایت کنید، براش کادو بخریم. از اون مهمتر تولد آقا رضا تنبل، کدو تنبل، چه روزی هم هست نزدیک هالووین و کدو تنبل، تولد رضا تنبل هم هست، حمایت کنید دوستان. این چون این دوست ما ویدیوهایی که میفرسته بیشتر مال منطقه به اصطلاح خلیج فارس هست و اینها بیشتر عربی هست و مهم نیست. ما دیدیم توی بحث و گفتگو طرف وای میسه اینقدر از فرهنگ ایران صحبت میکنه، به عربا فوش، به اسلام فوش، بعد وقتی سوار میشه ماشینش که روشن میکنه تو پارکینگ اصلا آواز عربیش گوش همه رو کر میکنه. اینم حالا گیر داده ول نمیکن. من واقعا باید این ماوس رو ول کنم، برگردم به اون ماوس قدیمی و خوب سیمدار. خب این از این، این از این. بله. تعب سهر قهر كل عمره تعب يا يد من غدره. من همینقدر که دیدم حالم داره بد میشه، شما چی؟ ولی احتمالاً اونایی که به اصطلاح هم جنس گرا هستن الان خوششون میاد، میگن چه بازویی، چه قدی، مثل نمیدونم سیمرغ، نه اون یکی چی، مثل طاووس را میره و الی آخر. بذارید من فکر کنم اون ویدیوی بچه دزدی در حضور پدر رو روی فیسبوک داشتم، اونو دیگه به دکارتون باشم برای دوشنبه. در هر صورت اینجوریه، اتفاقا من فکر میکنم که فیلم ساختنیه، به این صورتی که یک بابایی، حالا مثلا مادر بچه یا سر کاره یا تو خونه داره خوراک درست میکنه، این مادر بابایه بچه کوچولو رو برمیداره ببره زمین بازی بچه ها، بهش میگن پلیگراند، و اونجا که میشینه طبق معمول هممون که فوری سرمون میکنیم توی ایمیل و سرمون میکنیم توی تکس و اینها، بعد نشون میده که یه نفر اینو زیر نظر گذاشته تا این حواسش جمع میشه به اصطلاح میگن معطوف میشه به تکست، میره به بچه میگه آب نبات میخوای؟ میگه بله. یا آب نبات بهش میده؟ میگه بازم میخوای؟ میگه بله. میگه بیا تو ماشین من. بچه رو برمیداره میره، ولی مادرشو خبر کرده بودن که ما یه همچین. خلاصه مواظب باشید دوستان، بچه ها خیلی باهوشن. یه لحظه اینایی که هفتیر دارن، اسلحه دارن، من حالا چون نوه‌دار شدم 5 تا اسلحه خودم رو همین 2 هفته پیش فروختم رفت، گفتم نمیخوام اصلا اینجاها باشه و اینها، چون میگه که طرف پلیسه،
کلاس ایمنی به دیگران درس میده که اسلحه‌تون رو تو خونه چجوری نگه دارین، چجوری لاکش کنید. اتفاقا یه قفلای هست اینجا، بذارید من بهتون نشون بدم. اینایی که اسلحه دارین، این قفلا مثل قفلای چرخ بود قدیما، میکردیم توی اسپوک چرخ و تایر و اینا، اینو میکنن توی لوله به اصطلاح هفتی یا توی اونجایی که خلاصه طرز قفل کردنش هم اینجا هست. اینا رو نشون میده، ولی میگه بچه ها خیلی باهوشتر از من و شما هستن و قرار زندگی هم همینه، چون اینا حاصل تجربیات من و بچه هم و اینا رو جمع میکنن. ماشاءالله همون میگم نوه ما 18 ماهشه، اینجوری این تلفن میزنه میگه میخوام با مامانم صحبت کنم یا ویدیوی خودم رو میخوام نگاه کنم. در صورت مواظب باشید، آخر هفته است، سعی کنید از آخر هفته استفاده کنید که ریفرش بشید، انرژیتون رو به دست بیارید، خوشحال باشید و سعی کنید دیگران هم خوشحال باشن. مست نکنید، رانندگی نکنید در حین مستی که یکی به بیمارستان، یکی به قبرستون، یکی به زندان منتهی بشه. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. دوشنبه با هم خواهیم بود و یک دقیقه هم دیر شد، بریم برنامه 152مین آقای حسن ارشاد رو با هم ببینیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. به احتمال 99% هفته آینده چهارشنبه با دوستمون کوروش خواهیم بود. روز روزگار بر شما خوش.